سلام به همه شنوندگان عزیز. ما بعد از یه غیبت طولانی برگشتیم و در خدمت شما هستیم. امروز اتفاقات زد و نقیز زیادی داریم. امروز با یک رولر کوستر همراه خواهید بود در خودکست. شاید احساساتتون رو بر بیانگیزیم، صفر بشینیم، اذیتتون کنیم، خبر خوب، خبر بد، همه جوره داریم دیگه. یعنی از دم، آره دیگه، کمربنداتون رو ببندید، برید پاپکورناتون رو بیارید، عرقا رو بریزید بشین. اینه داستان. من هم استرس شدم با این اینترویی گرم. الان نبود تنش رو حس نمی کردی؟ تنش بالا بود؟ الان رسمی شد. بالا بود؟ نه، الان بهتر شد. هر لحظه حس میکنم قراره برگه اخراجم بگیرم. تو که آره، چون انضباط زنگ. آره واقعا. ایمان قبل شروع پادکست میخواست کله منو بکنه. به هر حال دیگه میدونی یه سری هست، مثلا من میگم قبل شروع پادکست مثلا فوش مادر ندیم به هم. نه قبلش، از یه جای مشخصی به بعد. آره خیلی قبلش اوکیه، یه ذره قبلتر، یه ذره مؤدبانه شروع کنیم. نه میکنیم، میرسه به دست یه بند خدایی که قرار بشین ایدیت کنه، مثلا تمام وجودش ازش نگیریم. آره ولی مثلا نمیدونم، برنامه های دیگه این راحتی رو دارن. شور ایتس نات، اینجا اون برنامه نیست. آره نوکرتم. چه خبر؟ هفتهاتون چطور بوده؟ هفتهایی گذشته خیلی عجیب بوده، خیلی اتفاقات. خیلی از کی بودی آخرین اپیزودم؟ فکر کنم قبل عید بود. عید بود فکر کنم. خود عید بود. خود عید. خود روز عید اپیزود رفتیم. سینزده به در نرفتیم. رکورد کردیم فکر کنم، ولی فکر کنم اپیزود عیده یا چیزی. آره. تاپیک عید بشالو. خیلیه. آره. آره. برای روز زن نرفتیم. ببخشید قبلش بود، قبلش هیچ نه. آره. نه اونم نشد. نشد بریم. آره. جالبش اینه که من همین یکی دو هفته پیش فکر می‌کردم که، یعنی داشتم فکر می‌کردم که چند هفته است که ضبط نکردیم. زیادم از اتفاقات حالا خبر نداشتم، از آپدیت‌ها. چه آپدیت؟ چه آپدیت؟ آپدیت‌های خودمون. آه خب. آره الان قراره بگیم. و اینجوری بودم که 42 43 تقریبا، یک ماه و نیم از روزی که الان داریم رکورد میکنیم. مثلا من عددشو دارم از پارسال تا الان تقریبا چند تا ضبط کردیم. اوکی نمیدونم چند تا اپیزود میگه، حالا وسطش میگه. این حس رو داشتم که خیلی اتفاق افتاده واسه هر چهارتایمون تو این همین بازه چند هفته که نبودیم و همین هم هست. آره دیگه. اصلا احساس کنم اختصاصی سن نه، الان کلن توی بازه ای از سن هستیم که خیلی اتفاقای به قول خارجی دراستیک که خیلی عجیب غریب ممکنه بیفته. تصمیم های آدم میگیره که خب نسبت به زندگی الانشه دیگه. تو توی سن 30 به بالا دیگه تقریبا دارید سعی میکنی که آینده تو بسازی دیگه، احساس میکنم دیگه شل کردی. اگه الان نیست که دیگه. نه دیگه، نه 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 شاید ببین، حالا میگم به قول کارو مسابقه نیست. یعنی شاید بعضیامون زودتر، شاید بعضیامون دیرتر شروع کنیم، ولی آره خیلی تصمیمایی که آدمو میگیریم الان خیلی بسته بیشتر نقل میکنه. چی؟ یه حس خوبی از آدم نقل میکنه. بله ما همیشه. من خیلی نقل میکنم ازت، حالا بیشتر حس خوب بگیر. یا پشت سر. پشت سرت. چی خوبه؟ هر بار دارم میگم یه تکست رو هم بده و واقعا هم خوب بوده. یعنی یه تکست بده من خوشحال شم. چشم نمیدونم. همیشه خوشحال باش. ولی ادامه حرف ایمان، این تصمیمایی که آدم داره میگیره، مثلا من خودم میگیرم، یه لحظه از عقب، از میگم از عقب بالا، از بالا، از بیرون بهش نگاه میکنم، میگم من اصلا فکر نمیکردم یه موقعی من بخوام درگیر این داستانا باشم، بخوام همچین کارهایی بکنم. یعنی خودم آخه اینجوری که صحبت کنی خیلی بد. نه کلی دارم میگم، کلا زندگیمون، یعنی تو خودم اونقدر اون آدم بزرگه نمیبینم. نه من خودم یه آدم 30 ساله، همیشه فکر کنم یه آدم 30 ساله خیلی آفرین گنده تر. البته من ایمان که بیشتر عددمون، ولی جا افتاده تا حالا خیلی ایمان کوچولویی. ببین چند سال پیش شروع کردم؟ 2017 13 آگوست 2017 ها، یعنی 7 سال پیش. 17 اون موقع 25 خیلی چالاک بودیم. آره چی بود؟ شما که 23 اینا بودید. من به دنیا نیومده بودم. نه قبلش داشتیم میگفتیم که اون موقع به نظر زندگی خیلی فانتر بود. یعنی حالا یه ذره جلوتر میگیم چرا این صحبت مطرح شد، ولی اون موقع مثلا چه دارم چهارشنبه یا پنجشنبه شبا میرفتیم فوتبال،
آره. بابا اون موقع خونم دور بود، اصلا ماشین نداشتم، ایمان منو با ماشین میبرد میرسوندم به خونه. اون موقع برنابی کو همیشه دنتان دنتان همیشه داونتاون نبودی؟ نه این اولو داری میگی. آره اون موقع دانش اون موقع فوتبال میرفتیم نورتون هم میومدیم فوتبال یو بی سی میرفتیم نورتون بعدش بود یو بی سی میرفتیم. اوکی بعد یه روز رفته فوتبال بود، بعد شنبه صبح میومدیم زب، بعد زب میشستیم فیفا میزدیم، مثلا من ایمان یه وقتی میرفتیم ساحل. خیلی چیز بود، وقت برای شار بود، احساس کنم وقت برای تلف کردن اون خیلی بیشتر داشت. حتی فرهاد فکر کنم همیشه همین بود، همیشه وقت نداشت و اینا، ولی ما وقت من درگیر وقت داشتیم. فرهاد خب فرهاد چیز بود. آره ولی الان دلیل اینکه این اصلا صحبت مطرح شد این بود که داشتیم صحبت میکردیم خیلی غیر یک پارچه اپیزود رفتیم، مثلا هی اومدیم قدیم مثلا مشخص بود آقا سیزن شروع میشد ما حداقل 20 تا هفته میرفتیم پشت سر هم، شده بود مثلا ایمان تازه از ایران رسیده بود، اینو مشکله. یادم نمیاد من قشنگ من و فرهاد اومدیم خونه تو اصلا خواب بودی، مشکل جت لگ داشت ما، ولی ما اپیزود ضبط میکردیم که به اون مشکل جه من میرم جنسی مشکل جه هی دوبار گفتم الان دیگه میگه جنسی الان دیگه راستشون میرزه پته ما مشکلشو حل کردیم و خوابید. آره بعد اون موقع خیلی انگیزه بود، انرژیشو داشتیم، بعد حالا به هر طریق این انگیزه یه مقدار کم شد، مخصوصا توی یکی دو سال اخیر از اون تداومی که داشتیم خارج شدیم. مثلا تقریبا توی یک سال گذشته ما 14-15 تا اپیزود بیشتر ندیدیم، یعنی اوریجمون یه ذره بالاتر از هفته‌ای که نه ماهی یه اپیزوده. من دلیل خودم میدونم و من دلیل خودم میدونم، من باش کنار رو برم تو بالا پایینه عجیبی افتاد. من توی اون مدت زرق یک سال و نیم پیش دو سال پیش که مهسا امیری داشت اتفاق میفتاد من خیلی دل چرکین شد، اصلا کلن اون ناحیه امنم از بین رفت و خود کسی، اصلا استرس میگرفتم موقعی که میانم خود کسی. نه ولی خب دیگه یک چیز الان باید دست رو بگیریم. آره یعنی برای من خیلی سخت بود بعضی موقع مثلا نشستم توی اپیزودا، حالا اون مدت که هیچی، حتی بعدش یعنی پست تروما داشتم احساس میکنم، چیز میکردم تجربه میکردم، ولی آره برای من اینطوری بود، خیلی اونطوری تحت فشار بودم. ولی خب از اون برم بغیر از اونم خب کار دیگه، یعنی کارهای هممون یه کار من که عوض شد، چه میدونم اسکیجولمون عوض شد، اون موقع یه کار مثلا 9 to 5 میدونستی کی میری کی میای، یه سری تایما رو برای خودت داشتی، ولی خب الان اینطوریه که هر ساعتی ساعت کاره چی میگم موقعی که داری یه ذره بیشتر کار میکنی اینطوریه. ولی آره بعد اصلا شخصی هم حالا من خودم میگم اتفاقای مختلفی افتاده واسمون. آره آره چالش های عجیب غریب داشتیم و حالا من الان خیلی وقت هم در این مورد فکر میکنم، چیزی هم نیست که آدم بخواد ازش ناراحت، یعنی چیزی نیست که آدم بخواد ازش حالا کلمه انگلیسیش میاد شرمسار باشه، که زندگی عوض میشه، اولویت ها عوض میشه، کلا شخصیت ها عوض میشه. به قول تو 25 سالم بود اون موقع، میگن هر 7 سال تیست باد عوض میشه. آره اینو شنیده بودن که هر 7 سال تیست باد، اگه دیگه تیست باد عوض میشه که قدرت چشای چی این تیست بادا رو نه شاید برای تو اکسپند میکنه، برای تو گسترش پیدا میکنه کم نمیشه. آره برای تو چیزی هم که دوست نداشتی هم الان دوست خواهی داشت. آره و چیزی هم نیست که آدم بخواد ازش شرمسار باشه که او زندگی من عوض شد، من کارهایی که قبلا میکردم و دیگه نمیکنم. من اینو خیلی سریع با یه سری از دوستان تجربه کردم. ما سال 2010 اینا به این کال آف دیوتی که من بازی میکردم کار اول زندگی من بود، یعنی ما مثلا از ساعت 7 شب میشستیم تا 7 صبح تیم داشتیم، برنامه میریختیم، صحبت میکردیم، با اصلا تمام زندگیمون غیرتی. بعد که من رفتم استرالیا یواش یواش دوستای من شروع کردن دیگه بازی نکردم، من جوابم که اصلا مگه میشه ما این همه مثلا با هم دیگه خاطره داشتیم، برنامه ریختیم، کار کردیم، و اون موقع مثلا جوابم که اصلا امکان نداره همشون برمیگردن. ولی یواش یواش خودم مثلا تو 2-3 سال گذشته دیدم که نه خودم الان مثلا کامپیوترم رو انقدر روشن نکرده بودم، اون سیلیکونی که میزنن رو سی پیوم خوش شده بود، یعنی کامپیوتر سریع ریستارت میشد به خاطر اینکه
کولنت نداشت تقریبا. میدونی چی میگم؟ یعنی انقدر خودم هم به اون نتیجه رسیدم. نه خودم به اون آره خیلی مثلا آفیس روم، مثلا چه میدونم آفیس روم که اسمش که هیچی، نیم ساعت بین این که اومدم و که الان بعد نیم ساعت وقتم دوباره باید بودم بیرون، مثلا یه گیم بازی میکنم میرم. ولی آره این چیزی نیست که آدم بخواد ازش ناراحت باشه، این چیزی که با آدم باید اکنالج کنه و بدونی که اتفاق افتاده. همین. و این بود اپیزود اپیزود خودکست سامن داره توفیق و یاد الله هم خداحافظ. شما چه خبر؟ سلامتی. من شما میتونین کانتریبیوت کنید؟ آره در این مورد همتون ساکت نشستین دیگه، گفتم عوض کنم بحثو. نه منم یه تجربه حالا مشابه داشتم، این صحبت هایی که کردی فکر کنم بیشتر کلی بود در مورد حالا اتفاقات و تصمیماتی که میگیری و راه شخصی خودم. نه راه زندگی رو تغییر میده. آره. تقریبا. آره. ولی بیشتر حالا اون اتفاقات و تصمیماتی که موقتیه، یعنی میدونی که یا شاید هم نمیدونی. من اینجوری تجربه کردم و به خاطر حالا شرایطی که توش بودم قشنگ حس میکردم که یه فازی الان توش هستم و قراره حالا چند ماه طول بکشه و به خاطر اون حالا یه سری شاید رفت آمدهایی که داشتم، شاید مثلا دوست صمیمیمو به خاطر شاید نتونم ببینم، یه سری کارهایی که قبلا میکردم شاید ورزشمو نتونم بکنم، یعنی اونم هست که این چند وقت من بهش فکر میکردم، یعنی این تجربه رو داشتم. آره تغییرات اصلا موقتی. حالا ببین واقعا تغییر موقتی و غیر موقتی نداره. تو وقتی تغییری معمولا شروع میکنی دیگه، آدم ها از تغییر متنفرن، تو شروع میکنی ببینی که میتونی یا نمیتونی دیگه. خیلی. و از اون ورم انسان یه جوری که به سنگ هم عادت میکنه دیگه. همه جوره میتونید عادت بکنی. آره اگر که واقعا شرایط زندگی دیگه چیزی رو دیکته میکنه، تو راهی جز تسلیم شدن نداری. حالا قبلش که تو که گفتی دلیل اینکه حالا حسالت عوض شده بود، گفتی راحت نبودی، من رفتم تو فکر به خاطر اینکه اتفاقا اون بازه برای من کاملا متفاوت بود. حالا از شخصی بازه سختی بود برای خودم، ولی اونجا اتفاقا هم کاری که با خودکست ما انجام میدادیم برای خود من خیلی جذاب بود. و اصلا اونجا نگاه من به خودکست تا حد خوبی عوض شده. من حس کردم که خب قدرتی که داریم و تأثیری که میتونیم داشته باشیم خیلی بیشتر از چیزی که مثلا من قبلش فکر میکردم، چون که حالا به هر نفعی اون موقع بخش قابل توجهی از مردم ایران یه هدف مشترک داشتن و صبح که بیدار میشدیم همه داشتیم به اون موضوع فکر میکردیم و یه جوری همه هم مسیر بودیم و ما هم تو اون مسیر بودیم. به نظر من حالا نظرات تو همین گروه چهار نفر هم میتونه متفاوت باشه خیلی، ولی آره برای من مثلا اون بازه خیلی بازه معناداری بود. حالا من اون بازه رو زیاد کاری ندارم، من پسای اون بازه احساس میکنم خیلی چیز شدم، یعنی اصلا تروما گرفتم نسبت به حضور در خودکست. روش که وای یه بار دیگه باید بشینیم اصلا و در مورد تمام این موضوع صحبت کنیم و اصلا من دیگه نمیتون اصلا نمیکشیدم. ولی خب این چیز شخصی تا فکر به هیچ کس هم به هیچ کدوم از شما تا حال نگفته، این اولین بار بود که اینو مطرح میکردم. قبل اینکه این بخش رو شروع کنیم اون جایی که نوت هم برداشتیم گفته بودی تا نوت برداشتیم. آها توی صابونه که خوردیم هر کی برای چه بود. آره. آره ولی حالا این اون روزم که گفتی خب من ناراحت شدم به خاطر اینکه شخصا من نمیدونستم از این تجربه تو خودکست. آره با خیر شخصی رو خودم متوجه گفتم، یعنی ببین میگم بازم این چیز شخصی من ها، یعنی اصلا چیز نیاز نداره تو ناراحت بشی. من خودم نسبت به در واقع اون شرایطی که داشتم اینطوری بودم که واقعا من نمیتونم اینو ادامه بدم. شاید اصلا برای همین بود که من دیگه اصلا یعنی جدی بودن خودکست رو نتونستم چیزش بکنم، یعنی دوست داشتم که یه فان اکسپریانس باشه تا اینکه بخواد یه چیز حالا خیلی سنگین باشه. ولی خب میخواد شلش کنیم بکنم؟ شلری خیلی دارم یه معکوس باید بکشیم که باید بریم آقا خیلی آها اون وقت آها شل کنیم به کارون نه توضیحو بدیم دیگه همون یعنی الان میخواییم توضیح بدین اولش بگه آره بفرم با توجه به میزان قطری که داریم عجب اصلا نیفاره طولی که نداریم بقیه خود با قطری که تو دست کارونه
عجب همینو میخواستی. شل شد. Would you like me؟ آره بذار اول شما میگم یه ذره تغییر توی تغییر موقتی توی آدم ها داریم این چهار ماه آینده رو. من چون ونکوور نیستم، من قرار برم تورنتو. یعنی جمعی که میبینید احتمالاً 3 نفره میشه، حالا اگه مهمونی باشه. من تو 4 ماه آینده نیستم، میرم ولی برمیگردم دوباره. بذم اگه واقعیت اضافه میشه. آره ما تصمیم گرفتیم که 3 نفری ادامه بدیم، ولی واقعا معلوم نیست. یعنی تصمیمی که خیلی ما تصمیم گرفتیم توی مدت، ولی من میخوام آنست باشم نسبت به این قضیه. ما میومدیم تصمیم میگرفتیم، میگفتیم که باید مثلا ضبط کنیم، به قول کارون یک پارچگی رو داشته باشیم و این حالا مداوم باشه. که درستش هم همینه دیگه. یعنی اصلا قبل از شروع کردن اپیزود من رو بچه ها گفتم تنها فاکتوری که قبلا خودکست همیشه داشت این بود که کانسیستنت بود. یعنی ما این بود که چه میدونم، به حالا کارون میگه از مسافرت اومدی یا توی شرایط خیلی سختی بود که هر جوری بود مثلا ما پری رکورد میکردیم 2-3 تا اپیزود و شروع میکردیم اینا رو پخش کردن و میس نمیکردیم. الان هم برنامه اینه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. دوست داریم که بتونیم 3 نفری حالا خودکست یا با تاپیک یا گفتگو محور یا فان بتونیم این رو داشته باشیم، ولی این تلاشیه که میخوایم بکنیم. امیدواریم که نتیجه بده و امیدواریم که پایدار باشه. آره دیگه، خودم هم اینطوری حس بهتری خواهیم داشت، البته نبا نبوده کارون، ولی خب بتونیم حداقل اینو. آره اینو هم بگم که ما دیسکاس کردیم که بتونیم حالا آنلاین باشه اینا، ولی واقعا لاجستیکلی اصلا تقریبا نمیشه. تو شاید درد صدا بشه، تصویر نباشه، یه جوریه دیگه میدونی. یعنی آره مثلا یه نفر کاملا صدا کوالیتی صداش فرق کنه، تو باید به اون کسی که داره گوش میده میبینه بعد چیز کنی دیگه، فکر کنی، خیلی سخت میشه. آره ولی حالا در صورت یه بازه 4 اصلا یکی از دلایلی که ما اپیزود با در واقع مهمونه چیز نمیریم، مهمون قایب. آره قایب نمیریم، همینه، به خاطر اینکه لاجستیکش خیلی سخته بخوای انجامش بدی. خوب از کار در بیاد. آره آره شروع کنیم. بفهم بود می‌خواستیم چیزایی که بگیم. من چیز دیگه و اینکه قراره 2 یا 3 هفته آینده رو داشته باشیم اپیزود. آره حالا یه سفر هست که یه بازه یه هفته 10 روزه نیستیم هممون، آخرای ماه می. آره. ولی خب سعی میکنیم که دوست داریم که روی سوشال میدیا فعال تر باشیم، بگیم اگر که نیستیم. آره من خلاصه بگم، فکرم یه ذره بعد گفتیم ممکنه گیج کننده باشه. 4 ماه آینده رو من نیستم، حالا وسط اگه برگشتم حالا یه اپیزود ممکنه بریم، یعنی من باشم، ولی بچه ها به احتمال بالا ادامه میدن. هفته ای یک اپیزود یا 2 هفته ای یک اپیزود میشه، ولی قرار نیستش که قطع بشه دیگه، تمام تلاشمونو میکنیم که قطع نشه. دلمون برای تایی میشه. نبینیم رفتی توی پادکست تورنتو یا این داستان ها خیلی مسئله دار میشه. رفرنس میخوانم جاش گیره بفرم. آره من گفتم قبل اینکه برم اصلا 3 تا نور باید بگیرن که از اون نوری که ما گذاشته بودیم چش آقا رو آب انداخت، یعنی هنوز آب میاد ایشون. بفرم. آره قبل اینکه برم من دوست داشتم یه اپیزود با روال اپیزودهای قدیمی که میرفتیم برم، بعد یه ذرم آماده کردنش طول کشید. توی چند تا اپیزود قبلی من گفتم که دارم روی قسمت دوم اپیزود رواقیگری در واقع استویسیزم کار میکنم، ولی خب آماده کردنش بیشتر چیزی که فکر میکردم انرژی برد، ولی دوست داشتم حتما قبل اینکه برم این اپیزود رو برسونیم. الان هم که داریم ضبط میکنیم مثلا شاید 10 ساعت مونده تا پرواز من، وسایل هم هیچ کنون جمع نکردم، ولی آره بعد اینجا باید بریم چمدون ببندیم. Good luck. آره قبلش گفته بودم که قسمت دوم اپیزود رواقیگری رو میخوام صحبت کنم، میشه اپیزود 367 خودکست، در واقع شرح کتاب مدیتیشن از مارکوس آرلیوسه که حالا اسمش یه ذره غلط اندازه، هیچ ربطی به مدیتیشن نداره، یه کتاب در واقع نوشته هاییه که این آدم برای خودش نوشته بوده که زندگی رو چجوری جلو ببره و
به چه اصولی پایبند باشه. این کتاب حالا به شکل کتاب هم ننوشته، نوشته‌ای بوده برای خودش، بعداً جمع‌آوری شده به شکل کتاب، که توی اون قسمت اول هم گفتم که ظاهراً آقای نلسون ماندلا که توی زندان بودن این کتاب رو خونده و این کتاب خیلی کتاب در واقع در ترویج صلح و آرامش و ایناست. بعد نلسون ماندلا که میاد بیرون و به قدرت میرسه، هیچ کس از افراد مثلا رژیم آپارتاید رو میگن در واقع سرکوب نمیکنه، شکنجه نمیکنه، زندان نمیکنه، برخلاف رفتاری که باش شده بود، که میگن حالا یکی از تاثیراتی بوده که این کتاب داشته. خود آقای مارکوس آلریوس گفتیم که پادشاه روم باستان بوده، حدود 1800 الی 900 سال پیش حکومت میکرده. بعد حالا دلیل این که این اپیزود هم میرم، خیلی من انگیزه شخصی داشتم که این اپیزود رو کار کنم و توی نوشتنش خیلی انگیزه شخصی داشتم، به خاطر اینکه حالا توی بازه 2 ساله برمیگرده به همین صحبتهایی هم که کردیم، یه حجم درد و اضطراب زیادی رو من تجربه کرده بودم که واقعا رابطه‌ام با دنیای بیرون و زندگی که داشتم عوض کرد کامل. بعد حالا جلسات مشاوره هم که داشتم کمک میکرد، ولی کافی نبود. یه حجم آشفتگی ذهنی به قدری بودش که به یه ابزاری نیاز داشتم که در دسترسم نبود، نمیدونستم باید چجوری کنترلش کنم. اگه اپیزودهای قبلی رو ندیدین و دوست دارین حالا به اون ترتیبی که توی ذهن من بوده ببینید، اول برید اپیزود 353 رو نگاه کنید که اون میشه اپیزود رواقیگری. رواقیگری یکه. الان ما اپیزود 367ایم که این تقریبا یه سال پیش بود، برای همین گفتم مثلا ما توی یه سال تقریبا 14 تا اپیزود دادیم. اول برید اون رو نگاه کنید، بعد برید اپیزودهای صدای درونی 1 و 2 که میشه 356 و 359. توی اون اپیزودهای صدای درون 1 و 2 من داشتم تلاش میکردم که یه حرفایی رو بزنم که تأثیری که نوشتن این اپیزود و کار کردن روی این اپیزود روی من داشت رو دوست داشتم اونجا داشته باشم، ولی نتونستم به خاطر اینکه اصلا اون موقع آمادگیشو نداشتم. یعنی اصلا خود مطلب این که چجوری، خود این مفهوم که من چجوری میتونم از اون شرایط خارج بشم رو نداشتم، ابزارشو نداشتم. ولی بعد از خوندن حالا این کتاب و انجام دادن مثلا کارهایی که میگفت، این به نظر خودم این ابزار رو به هم داد و فکر کردم که خب الان زمان خوبیه که بیام و راجع به این موضوعات صحبت کنم. قبل اینکه شروع کنیم یه ذره راجع به خود آقای مارکوس آلریوس که گفتم که در واقع پادشاه روم باستان بوده، 1800 الی 900 سال پیش پادشاهی میکرده، یه سری مفاهیم توی این کتابش استفاده میکنه که قبل اینکه به خود کتاب برسیم خوبه که راجبش صحبت کنیم. یکی این که دلیل اینکه من خیلی علاقه پیدا کردم به این کتاب اینه که اول قدمتشه، یعنی که 1800-900 سال پیش آدم ها همچنان همین مسائلی دغدغشون بوده که مایی که الان زندگی میکنیم تقریبا 2000 سال بعد هنوز همینا دغدغمون. یعنی که این مسائل انگار چیزایی هن که جواب قطعی براش نیست. مثلا چه میدونم پیشرفت تکنولوژی، این که زندگی چجوری راحت تر بشه، نه آب تصفیه شده داشته باشی، غذا داشته باشی، اینا مسائلی که به مرور حل شده، ولی مسائلی که مربوط به در واقع روح و روان خود انسانه ظاهرا اینا حل نمیشه، همینجور ادامه پیدا میکنه و هر کسی به نوبه خودش مثلا جوابایی رو پیدا میکنه و یه مسیر رو میره، ولی جواب قطعی قطعا وجود نداره. دلیل این که علاقه دارم یکی قدمتشه، دومی هم اینه که اینا رو به قصد نوشتن کتاب ننوشته، اینا یه نوت هایی بوده برای خودش که میخونده و اجرا میکرده مرتب و اینا بعدن حالا جمع آوری شده به شکل در واقع کتاب اومده بیرون. الان حالا بریم اطراف رو نگاه کنی، خیلی از آدم های دیگه هستن، من مطمئنم حرف های خیلی قشنگتری نسبت به این کتاب میزنن، حرف قشنگ زدن راحته، ولی دلیل جذابیتش اینه که این آدم اینا رو مینوشته و عمل میکرده، اینجوری نبوده که صرف هم مثلا یه چیز قشنگ گفته باشه. آره، نیویورک تایمز بستسلر بخواد بنویسه. یه مفهوم خیلی مهمی که راجبش صحبت میکنه و زیادم بهش میپردازه مفهوم لوگوسه. یه مفهوم اساسیه توی فلسفه رواقی که این نظم و منطق جاری در جهانه، بهش میگن لوگوس. بعد باور داشتن که لوگوس هم توی افراد وجود داره هم توی طبیعت به صورت کلی وجود داره.
توی افراد به شکل منطق نمود پیدا میکنه، بله، و توی طبیعت به شکل اون نظم و قاعده‌ای که به جهان هستی حاکمه. بعد آقای مارکوس آرلیوس انسان‌ها رو تشبیه میکنه به سگی که وصلن به یه قطاری که داره حرکت میکنه. اون قطاره رو میگه لوگوس، و حالا اون سگی که بهش وصله انتخاب داره، یا میتونه خودش شروع کنه دنبال قطار بدوه، یا اینکه قطار حرکت میکنه و اون سگه رو با خودش میکشونه. ولی در نهایت اون انسانه که مسئول انتخابه، مسئول رفتار و اعمال خودشه. درسته که حالا جهان هستی برنامه مشخصی داره، اون لوگوسه برنامه مشخصی داره، اون قطاری که داره میره یا تو باهاش همراه میشی به خواست خودت، یا اون تو رو میکشه. با اینکه این برنامه مشخص وجود داره، ولی همچنان مسئولیت رو میذاره به دوش انسان‌ها، این که اخلاق و رفتار خودشون رو حالا انتخاب کنن. بعد میگه که وقایع به خلیتی زیاد نمیذاره رو دوش دیگه، اگه بستنت گردن تو بسته به قطار دیگه، you got a fucking run دیگه، میدونی؟ میتونی نه. آره، ببین میگه که اون یه مسیری رو داره میره، حالا تو یا خود تصمیم میگیری که با اون مسیر بیای یا میبریمت، یا نخوای اون داره تو رو میکشه. در هر صورت این مسیر رفتنیه، یعنی جهان به یه سمتی داره، حالا باوره دیگه. حالا خود این لوگوس هم مفهومی نیستش که ما، استاد معین هم میگن دیگه، میگن عمر گران میگذرد خواهی نخواهی. آره، و مفهومی نیستش که ما مثلا ترجمه خیلی مشخص براش تو فارسی داشته باشیم، ولی در نظر همین در نظر بگیم که در واقع یه نظم و نسقی که توی دنیا وجود داره و یه بخشی از اون توی خود ما انسان ها هم هست، و این خیلی باور داره که اون لوگوس اشتباه نمیکنه و همیشه هر برنامه‌ای داره درسته. حالا جلوتر میگیم از این چه استفاده‌ای میکنه. اینو اثبات نمیکنه دیگه، فرض رو بر این میذاره که یه لوگوسی وجود داره و این لوگوس درسته. آره فرهاد خستنش. من سوال دارم، از کجا می‌دونیم که ایشون فالو می‌کرده همه این چیزایی که می‌گفته رو؟ یعنی از کجا می‌دونید که این نیویورک بست سلر نیست؟ چون 1900 سال پیش نیویورک. نه نه، اینو من منظورم اینه پادشاه خوبی بوده. از کجا؟ تو قبول کن. یا قبول می‌کنی یا این مسیر داره میره. دیگه داری میری اینا. وصلیم به قطار. آره. آها، بعد کلا میگن آدمایی که این مکتب در واقع رواگیری رو دنبال میکنن و درست اجراش میکنن، میگن آدمایی هن که ضد گلولن، هر اتفاقی براشون بیفته نمیتونه اینا رو زمین بزنه. به خاطر این چیزی که الان میگن، میگه وقایع به خودی خودشون نه خوبن نه بد، این درک و تفسیر ماست، پرسپشن ماه که اونها رو به خوب یا بد تبدیل میکنه. میگه فرض کن بیان به شما بگن که آقا خونتون آتیش گرفته. خب این اطلاعیه که از دنیای بیرون به احساسات شما وارد شده، آقا اومدن به شما خبر دادن که خونه شما آتیش گرفته. این فقط یه خبره. میگه این که من این رو به تراژدی تفسیر کنم، این دیگه کاریه که من دارم انجام میدم، پرسپشن منه، این درک منه، من میتونم این کار رو انجام بدم، 99.9% آدم ها این کار رو انجام میدن، ولی میگه این تنها تفسیر ممکنه نیست. خب اصلا یکی از پایه‌گذارهای همین استویسیزم، اون تو اون اپیزود گفته بودم دیگه، یه تاجری بودی که کلی پول داشته نه میرفته آتن، کجا وسط کشتیش غرق میشه، بدبخت میشه، میرسه هیچی نداشته، اونجا شروع میکنه این رو پایه‌گذاری کردن و راجع به این مفهوم صحبت کردن که حالا تمام این اتفاقاتی که میفته، مثلا غرق شدن کشتی، هیچ کنترلی روش نداشته، ولی روی احساسات خودش کنترل داره، چیکار میتونه بکنه که مثلا از اونجا به بعد رو بتونه درست زندگی کنه. حالا اینم میگه این که خونه شما آتیش گرفته بیاین به شما بگن، یه اطلاعیه که از دنیای بیرون به شما داده میشه، این که شما چه معنی رو برداشت میکنید، چه جوری تفسیرش میکنید، دیگه این با در واقع خود شماست. میگه پرابلم یا مشکلی که شما دارید هیچ وقت اون مفهوم یا اون ایونت، اون اتفاقی که بیرون میفته نیست، تفسیر ما از اون وقایع و در واقع مفاهیم، و وظیفه ماست که فهم خودمون رو کنترل کنیم که مغزمون رو از خطا کردن محافظت کنیم، مغزمون ارور نداشته باشه. بعد آقای مارکوس انسان‌ها رو به عنوان، و حالا توی مکتب
رواقی انسان‌ها رو به عنوان حیوانات اجتماعی در نظر می‌گیرن که لوگوس دارن توی خودشون و این توانایی رو دارن که از این لوگوس استفاده کنن. گفتم باورم داشتن که لوگوس یه پلنی داره که این پلنه حتما پلن خوبیه، چون بای دفینیشن بر اساس تعریفی که داره اصلا نمیتونه غلط باشه. میگم اینو جای اثبات نمیکنه به فلسفه اون مقاصدی، یعنی صد وارد کالت شده، یه حالت گات فیلینگ اون که میگه داخل خود همه آدم هم هست یا فراتر از اونه. آره ببین میگه که شما همه یه چیزایی که نیاز دارید درون خودتونه. آها. یه جایی حالا این کتاب جلوتر بهش میرسم میگم، میگه که این انسان‌هایی که همچون دور میچرخن و به بقیه نگاه میکنن همیشه منو متحیر میکنن. شما تنها چیزی که نیاز دارید اینه که به درون خودتون رجوع کنید. تمام قدرت اونجاست، تمام وظیفه تو اینه که از اون محافظت کنی که آلوده نشه. میگه اون رو باید ورشیپ کنی، باید اون درون تو بپرستی. که پرستیدن معنیش اینه که نذاری آلوده بشه به مثلا افکاری که داره از بیرون به تو وارد میشه. بعد یه جایش هم یه حرف قشنگی میزنه، میگه که همه ماها خودمون رو از بقیه بیشتر دوست داریم ولی همیشه نظر بقیه برامون مهمتر از نظر خودمونه. خیلی تأکیدش رو اینه که شما باید به خودت نگاه کنی، به درون خودت، به اون صداهایی که از درون خودتون میاد. بعد میگه که ما اعمال خودمون رو کنترل میکنیم و مسئولش هستیم. اگه کار اشتباهی بکنیم ما به خودمون آسیب زدیم، به اون لوگوسه در واقع آسیب زدیم. از طرف دیگه یه سری مسائل دیگه هستن که خارج از کنترل ماه و ما هیچ قدرتی توی اون اتفاقات نداریم، اون اتفاقات میفتن. حالا اونا اگه اون اتفاقی که داره بیرون میفته اگه عامل انسانی داشته باشه، یعنی یه انسانی یه اتفاق بدی رو رقم بزنه، میگه که باز ما نباید ناراحت بشیم از این موضوع، چون اون به خودش آسیب زده نه به ما. با این تفسیر که اون صرفا یه اتفاق، تفسیر من از اون اتفاقه که میتونم بگم به من آسیب زده یا نزده. اگر هم اون اتفاق طبیعی بوده، مثلا سیل، آتش سوزی، هر چیزی که هست، میگه فقط زمانی آسیب زننده است که ما اونا رو آسیب زننده در نظر بگیریم. اگه تفسیر تو از اون اتفاق آسیب زننده نباشه، اون آسیب زننده نیست. ولی اگه در نظر بگیریم که اون اتفاق بیرونی آسیب زننده باشه، میگه که ما به این شکل خیرخواهی لوگوس رو زیر سوال بردیم. چون گفت لوگوس یه پلنی داره، طبیعت داره به یه سمتی میره که قطعا سمت درسته. اگه ما اونو زیر سوال ببریم، اونو زیر سوال، در واقع لوگوس دنیا رو زیر سوال بردیم و به لوگوس خودمون آسیب زدیم. پس میگه اگه یه چیزی خارج از کنترل شماست اتفاق افتادنش، اصلا هیچی نه، فقط باید بپذیری. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ نه زیاد برام مکسنس نمیکنه دیگه. مثلا یکی سرطان میگیره، من هم چجوری باید خیلی مثبت به این نگاه کنم؟ خواهد دست تو خارج بوده دیگه. شور نمیگه مثبت. ولی من اینو قبول دارم که ما الان انسانهای اجتماعی هستیم. یعنی چجوری تو میتونی بدون اینکه نظر بقیه و از بقیه نظر بپرسی زندگی کنی؟ یعنی تو به هر حال شاید اصلا یه کاری داری که چند نفر دیگه هم تو شریکن، شاید یه میری منظورم چی، یعنی من اینطوری دارم، شاید مثلا راجع به سری مفاهیم 1900 سال پیشه. نه اینکه مثلا حالا مثلا میخوای بری یه کاری بکنی، یه ماشین میخری، از نظر رفیقت هم وسط مهم باشه. نه اصلا کلا نظر اطرافیان تو که داری باشون زندگی میکنی اجتماعی دیگه، یعنی یه موجود اجتماعی به عنوان یه انسان. به نظر من خیلی اهمیت داره بعضی موقع که از بقیه بپرسی تجربه است. یعنی شور من همیشه مثلا آدم برمیگرده از خودش، با خودش باید تصمیمشو بگیره، ولی خب تجربه آدم های دیگه هم خیلی، من شخصا خیلی میبینی بعضی موقع بهت کامفورت میده که میگیری هست. آره که مثلا یه کاریو که شروع کردی، اوکی گن زدم، مثلا حالا گن زدم که اونجوری که میخواستم پیش نرفت، این که بدونم شاید بقیه کسایی که الان مثلا دارن همون کار انجام میدن این تجربه رو داشتن، بهت یه کامفورت میده، بهت یه آرامش خاطری میده دیگه. ولی من دارم فقط نسبت به حرفی که دارید میگی دارم فکر میکنم، توی خودم دارم سعی میکنم مثال در بیارم، چیزی نیست که، فقط دارم فکر میکنم بهش قیافم. حالا نه اینه، آره این اتفاقا جلوتر میگه این رابطه که ما با بقیه داریم خیلی رابطه مهمه، یه مثال خیلی خوشگلی هم میزنه. ولی این که میگه نظر بقیه مهم نباشه، منظورش اینه که مثلا ما اگه بخوایم
مسیر زندگیمون رو مدام به خاطر نظر بقیه عوض کنی، میگه اونه که دیگه غیر منطقی نیست. قطعا تو یه سری آدم قابل اعتماد دور و برت داری که همیشه نظر اونا مهمه، این اصلا حرفش این نیستش که اونا نباید مهم باشه، ولی میگه اگه مدام ما بخوای مثلا به اینا توجه کنی، مدام باید مسیر تو عوض کنی، در صورتی که جواب اصلی توی خودته، جواب هیچ وقت بیرون تو نیست. در نهایت واقعا یه ابزاری به تو میده که به آرامش برسی. اینو من اینجوری میگم با اطمینان، بخواد اینکه من خودم تستش کردم و دیدم چقدر تاثیر داره و چقدر تغییر میتونه ایجاد کنه روی اون گفتمانی که ماها توی سرمون با خودمون داریم. بعد میگه که باور داشته باشیم که هر چیزی که طرف مقابلمون بهمون میگه همون چیزیه که واقعا تو ذهنش بوده و کاری که انجام میده هیچ بدخواهی توش نبوده. این سخته. آره، میگه همیشه فرض رو باید بذاری روی این، با این دید نری که مثلا طرف حتما میخواد فلان کنه در ما به مال و اینا. میگه خوب گوش بدید و همیشه فرض رو به این بذارید که طرف با نیت درستی اومده. خیلی خوبه اینطوری آدم فکر کنه. خب در رابطه با زندگی میگه که این کلن، حالا بخونید کتابشو، توی این کتاب مدیتیشن 11 تا کتابه، مثلا بوک 1 شروع میشه تا بوک 11، همینجور دقیقا تیکه تیکه است، اصلا نه داستان داره نه پشت سر همه نه نصیحت میکنه، همینجور واقعا انگار مثلا بولت پوینت هر شب اومده یه چهار خط نوشته رفته خوابیده فردا دستورالعمل طوری. آره تیکه تیکه اصلا حالا فهمیدنش یه وقتش سخته، یه جایش واقعا نمیفهمیدم منظور چی. حالا احتمالاً به خاطر اینکه ترجمه شده والا به انگلیسی، یه بخشی از معنا اونجا گم شده، یه بخشیش هم از انگلیسی بیاد تو مغز من فارس زبون بشینه دوباره یه سری معنا گم میشه، ولی واقعا همینجوری بولت بولت پوینت پشت سر هم اومده. گفته بعد گفته زمانی که به ما اختصاص داده شده تو زندگی محدوده، اگه ازش استفاده نکنیم از دست میره و دیگه بر نمیگرده. خب این حرف خیلی واضحه، یعنی شما بچه‌را هم بگیریم ممکنه بیاد این حرفو بهت بزنه، ولی میگم جذابیتش برای من تو اینه که واقعا این آدمه به اینا داشته عمل میکرده و شما مثلا آدم بزرگی مثل نلسون ماندلا هم اینو خونده و اینا روش تاثیر گذاشته. مثلا ریویوی های این کتابو که میخوندم آدما نوشتم مثلا من سالی دوبار این کتابا رو میرم میخونم، میام دوباره برمیگردم بهش، اینجوری مثلا تاثیر گذاشته توی زندگی آدما. اینجا حالا میگه هر لحظه شما مثل یک مرد رومی باید متمرکز باشی روی کاری که پیش روتونه. یه ذره حالا صحبت های سکسیستی داره و اون موقع حالا چون برده داری هم رایج بوده قشنگ یه چیزایی توش میخونی که الان واقعا اصلا قابل گفتن نیست، ولی حالا میگه که شما در لحظه، در هر لحظه باید مثل یه مرد رومی خیلی متمرکز باشی روی اون کاری که پیش روته، خودتو رها کنی از همه حواس پرتی ها. حالا الان مثلا ما سوشال میدیا داریم، اون موقع هم حواس پرتی داشتن. تاکید میکنه که باید از همه این حواس پرتی ها دور باشی. میگه که این شدنیه اگه هر چیزی رو جوری انجام بدی که انگار آخرین کاریه که داری تو زندگیت میکنی. خیلی جالب، مثلا هیچ وقت اینجوری به قضیه نگاه نمیکنه. میگه بی هدف بودن خودتو متوقف کن، stop being aimless، و اجازه نده که احساساتت افسار کار رو تو دست بگیره. کاری رو انجام بده که فکر میکنی درسته. روی خیلی تاکید میکنه که همیشه کاری رو انجام بدید که خودتون فکر میکنید درسته. میگه قبل از انجام هر کاری از خود بپرسی، اولا این کار ضروری انجام دادنش، دوما برای من این کار از دید من این کار درست هست یا نه. آدم یادش میره از اینجا به بعد. اینا رو الان مثلا امشب داریم ریویو میکنیم اینا، من شخصا از فردا شروع میکنم اینطوری عمل کردم، ولی یه هفته دیگه این قضیه که میگی این آخرین کاری که دارم انجام میدم پس به بهترین شکل انجام بدم یادم میره. خیلی سخت نیست فیزیکلی؟ یعنی تو هر کاری رو بخوای 100% پرفورم بکنی؟ نه 100، ولی تا اونجایی که دیگه میتونی و درست انجام بدی. همیشه اینطوری نیست، تا اونجایی که میتونی نیست. نه خب بعضی وقتا آدم تنبلی میکنه. آره عقب آخه میدازی. یعنی دلیلش چیه؟ یعنی دلیل یه دلیلی داره که عقبش میدازی دیگه. میگی وقت هست حالا بعدن. ببین دلیلش که برای هر آدم میتونه متفاوت باشه. خیلی وقتا حتی برای من مثلا دلیلش اون صدای منفی بوده که تو ذهن من بوده. خب یه صدایی توی ذهن تو که مثلا نه تو الان مثلا اینو بری انجام بدی نمیتونی، الان خسته ای، الان اصلا تو توانشو نداری، فلان فلان، ولی این به تو اون ابزار رو میده که اون صداها رو کم کنی. میگه در هر لحظه فقط متمرکز باش روی اون کاره، انگار این آخرین کاریه که داری تو زندگیت انجام میدی و این واقعا تاثیر داره. باورتون نمیشه ولی تست کنید، تاثیر داره. این دیالوگی که اون لحظه با خودت داری خیلی تاثیر داره. شما نظر نه حالا به زور نه من یاد
به خاطر اینکه قرار جا به جا بشیم اسباب کشی و اینا، یه لوپی که توش افتاده بودم تو این یکی دو هفته اخیر اینجوری بود که قبلا هم این تجربه رو داشتم که حس میکردم این اسباب کشی باید انجام بشه، تموم بشه و بعد دیگه زندگی شروع میشه. آره زندگی اون موقع شروع میشه. همینه اصلا. بعد خیلی هم یعنی این بود دیگه، یعنی واقعیت ذهن من این بود تا همین چند روز پیش، خیلی سخت میگذشت. یعنی اصلا به معنای واقعی تو لحظه نبودم بود دیگه، یعنی زندگی قرار بود بعد اون تاریخ اسباب کشی انجام بشه. یهو که به خودم اومدم که نه خبری نیست، خیلی خوب بود. یه اعتیادی هست که من بهش واقفم که دارم، اینه که آدم معتاد میشه به شروع دوباره. یعنی تو میخوای دوباره یه زد اوکی بگی که تموم شد ریستارت میکنیم از اول، شو هیجان داره دیگه. امید آره، هم امیده، همین که میگه خب این دفعه دیگه درست شروعش، این دفعه دیگه مثلا اوکی رفتیم خونه جدید دیگه مثلا نمیذارم چه میدونم تختم نامرتب بمونه، نمیذارم خونم میگه چی میگم. یعنی این بعضی موقع اوکی یا بعضی موقع این که آدم اکسایتد باشه برای شروع دوباره قشنگ باحاله، ولی این اینم آره بعضی موقع آره دیگه مثلا میگه من برام این دوربینه رو بگیرم دیگه مثلا شروع میکنم مثلا چه میدونم. میبینی همیشه این اتفاق میفته و اینو آدم بعضی موقع من بهش واقفم میگم که ما الان مثلا میخوام این کارو بکنم، واقعا اون دلیل است که اعتیاد است که دارم دنبال این میگردم که بخوام مثلا یه شروع جدید داشته باشم، اکسایتینگ باشه مثلا شروع کنم و اینا، یا اینکه واقعا مثلا این تغییره الان نیازه واقعا باید اون رو راست بودنه خودش سخته آدم اون جوهر به خودش. مثلا این کاری که تو گفتی مشکلی که داره با من قبلا هم زیاد راجعش صحبت کردم، تو وقتی زندگی کردن رو موکول میکنی به اتفاق مشخص، اون اتفاق میاد و میره و تو میبینی اولا من قبلش زندگی نکردم، بعدم از اینجا به بعد خب معنی رفت، چون چیزی که میخواستم من گرفتم. و دقیقا وقتی میگیری دیگه از ارزشش تو ذهن ما کم میشه، چون چیز نادره که ارزش داره. وقتی تو بهش رسیدی دیگه اون ارزشه نیست، باید یه معنی جدید یادم بلد باشه تعریف کنه. آره بعد میگه این کاری که انجام بدی، یعنی هر لحظه هر کاری که میخوای انجام بدی در واقع فکر کنی که آخرین کاریه که انجام میدی و بی هدف نباشه، با هدف انجام بدی، میگه که متوجه میشی چقدر کاری که باید انجام بدی که زندگی راضی کننده ای داشته باشی کمه. اینش خیلی خوشگله. خیلی وقتا ما ممکنه فکر کنیم که باید هزار تا کار بکنیم، مثلا کار خوب بکنین، ورزش بکنین، کتاب بخونین، نمیدونم هنگ اوت مثلا با بیرون بری، هزار تا کار باید بکنی که راضی باشی از خودت. ولی میگه اصلا اینجوری نیست، تعداد کارهایی که باید بکنی خیلی کمه که تو راضی باشی از درون خودت. و اینجاش دوباره خیلی شخصیه، اون چیزی که مثلا درون تو به تو میگه درون من یه چیز دیگه میگه، ولی میگه باید اونو شناسایی کنی، وقتی شناسایی بکنی ببینی خیلی تعداد کار کمی باید انجام. و اینو پادشاه روم داره میگه، یعنی آدم بیکاری نبوده که فقط کارش نوشتن بوده، داشته. پادشاه روم چجوری به پادشاهی رسید؟ خوندم، یعنی میخوام بدونم شاید با به حق رسیده یا فقط به واسطه ای که پادشاهه که نسبیه. آره نه ولی فکر کنم یادم نیست، ببین پسر خوانده یکی بوده که نسبی بوده. گرفتمشو ببین چرا نسبیه. ای آدم زرنگ، من گرفتمش تمام شد. خب پسر خونده اگه اشتباه نکنم این پسر خونده یکی بوده که نسبی بوده، یعنی ولی اینه خونی نیست. می چرا اینو پرسیدم جدیدن، این اخلاق جدیدن، به هیچ کردیتی به هیچ کس نمیدم تا واقعا ثابت بشه یارو با کردیت بگیره. میگم یعنی مثلا بعضی موقعا میگن بابا فلانی که مثلا فلان کار است، فلان کار است برای خودش بوده، الان چیکار داره میکنه؟ میدونی چی میگم؟ برات مسجل بشه. این جدیدن خیلی چیز میکنم، بعضی موقعا به بعضیا برمیخوره، بعضیا خیلی بعدش میاد. دو سه تا تو مهمونی خانوادگی پروندم خیلی بد شد. ولی خب ایمان دشمن مهمونی های خانوادگی، نبریدش. نه ببین بذار بگم پیکینگ بامبه چرا الان خدا روش خانواده میدونم من نیبرم اینطوری که من دیگه I don't take shit دیگه، یعنی ایزی تو ذهنم باشه میگم. فوقش اینه که اشتباه دارم میکنم دیگه، منو کارکت میکنن میگن نه تو میگه باید جمع خانواده ایرانی مناسب نیست، اینم فلانشه، ولی باید گفت چون که بیام خونه خودمو میخورم. این حرف قشنگی نیست، خودخوری میکنی. آره
این مخدوش کردم. آخه این موردو که من داشتم میخونم انگار مثلا من نوشتم. ادبیاتو گوش بدید، واقعا ترجمهش همینه. آره همینطوری خودتو تحقیر کن. به زودی شانس وقار و شان داشتن هم از دست میدی، دیگنیتی رو از دست میدی. هر کسی یه زندگی داره، زندگی تو تقریبا تمومه. جای اینکه با خودت با احترام رفتار کنی، خوشحالی خودتو سپردی به بقیه، دست بقیه. دقیقاً ادبیات قشنگ اینا داره داشته کارو رو میده. خودت تحقیر کن. شما اینطوری صحبت نمی‌کنین به خودتون؟ نامهربون. من فکر کنم این خیلی کامله ها. این که تأخیر کردن خودمون، یعنی من احساس میکنم بعضی نه وکال نیستیم در موردش، یعنی بعضی موقع در موردش صحبت نمیکنیم، نمیگیم که خودمون رو اینطوری تأخیر میکنیم. مثلا یکی هم داره برامون مثلا میگه، مثلا میخندیم یا مثلا اینطوری یه جوری نشون میدیم که ما اینطوری نیستیم. ولی من خیلی وقتا شده که خودم رو یهو وسط یه دعوای عجیب غریب با خودم گرفتم. دونم که آروم باش، نمیدونم چی خستم میشه. حالا تو تکست دادی در مورد باربیکیوه، بعد من دو تا تکست دادم، بعد ریلایز کردم که 12:10 شبه. گفتم ببین تا 45 داشتم به خودم فشار میوردم. تکست تو گروه ها؟ آره، که 12:45 شب چرا باید مثلا دو تا تکست پشت شایی که خواب باشه. من اتفاقا تکستی که دادم گفتم دیره تکستو بدم همون. بعد من ببین من یه 45 طوفانی با خودم داشتم. اصلا من راجع به گروه فکر نمی‌کنم. بعد تو که تکستی گفتم خب خدا بیدار بودم داداش، من سه اون تکست رو دیدم. خب همون دیگه همینو میگم. آره، یعنی آره. تو بعضی موقع با خودت داری یه دعوا. ببین میگم دعوا داشتم میکردم، فشارم و یعنی تا یه ضربان قلبتو میشنیدی عجیب. من اینطور بودم که اصلا نیاز نبود. حالا دیگه تکست دادی دیگه، حالا دیگه تموم شد دیگه، چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بری دیلیت کنی تکست رو، راحت تر میشی؟ واقعا نشستم یعنی واقعا اینطوری با خودم داشتم صحبت میکردم. دیگه میتونی دیلیت کنی. آره ولی خب نوتیفیکیشن اومد. آره بعد تازه یه نوتیفیکیشن دیگه میاد که دیلیت کنم اینا رو. رفتم یه میشه میشه مسیج رو دیلیت کرد، آره مسیج رو توی آپدیت جدید کنم. یه زمانی داره نمیدونم، فکر کنم انیویز شاید. ولی خب حالا میگم من تمام اینو خیلی ها میبینم، مثلا توی یکی از دوستایی دیدم که نمیخوام نام ببرم، سپه، مثلا میبینم که داره با خوش صحبت میکنه و میبینم که از دست خوش ناراحت میشه، بعد من بهش اینطوری میکنم میگم سپر آره اینجوری، و خوش میخنده، یعنی دیگه الان میدونه که مثلا من میگیرمش، میگم آروم باش. دیدی که من بهش میگم جنگ داری تو ذهن با بقیه؟ آره واقعا واقعا تو ذهنش با بقیه تو... بعد ببین اصلا حالا این بند خدا وکاله، یعنی سپر توی ناراحتی خودش شاید مثلا بعضی موقعی زیادی رو میگه، ولی میگم خیلی از ماها، خیلی ها رو من میشناسم که تمام این خودخوری ها، تمام این تحقیر ها، تمام این صحبت های بعد با خودمون داریم، ولی اصلا دنی ادمیت نمی قبولش نمی کنه طرف و نمیگتش، ولی تو واقعیتش دارن. اصلا همین داستانی که من اشاره کردم که انگیزه شخصی من بود که راجع به این موضوع صحبت کنم، من واقعا به یه جایی رسیده بود من خودم رو نمیتونستم تحمل کنم، متوجه نمیشدم از کجا میاد، یعنی من اصلا نمیتونستم تنها باشم تو خونه، واقعا دیوونه میشدم. تو میگی حالا ضربان قلبت میرفت بالا فلان، من میشیدم ضربان قلب بالا بود، تنگ نفس بود، همه اینا بود و همش درگیری با شخص خودم بود و مجبور بودم خودم رو با عوامل بیرونی سرگرم کنم. مثلا میرفتم کتابخونه کار میکردم، سعی میکردم مینیمم زمان ممکنه رو تو خونه باشم، تنها باشم، فقط فرار کنم از این موضوع و نمیفهمیدم چرا. یعنی یک سال و چند ماه از من زمان برد بعد از این که تازه مثلا از اون شرایط فشار اومدم بیرون، یک سال و چند ماه از من زمان برد که من تازه بفهمم چرا من به این حال میفتم. یه زدگی میتونم ببخشید و اینا همش به خاطر این این دقیقا همین جنگ و دعواهایی بود که توی ذهن من بود و این جنگ و دعوا به طرز وحشتناکی واقعی بودن. یعنی شروع میکنی بحث کردن با هر شخصیت مجازی که تو ذهنته، تو فکر میکنی واقعه، چون واقعیتی که مغز اصلا تشخیص نمیده که تو داری با یکی بحث میکنی یا فقط تو ذهن خودته. مغز توی جعبه دربسته است، فقط داره بهش سیگنال میرسه. بعد من این باور رو به طرز عجیب و غریبی و به صورت کامل از دست داده بودم که من کوچکترین کنترلی روی این افکار دارم تا قبل از خوندن این کتاب.
واقعا من این باور رو از دست دادم که آقا نمیشه این افکار قراره به من حمله کنه و من از اینجا به بعد دیگه نمیتونم. بعد اینو خوندم و کاری که گفته رو من اکثر اینا رو من تمرین کردم و دیدم واقعا شد، یعنی اون ندای درون ما عوض شد. یعنی من زوری که توی اون دوتا اپیزود ندای صدای درونی یک و دو داشتم میزدم که به یه نتیجه برسم آخرش هم نرسیدم چون هنوز اون موقع جوابشو نداشتم، اینجا واقعا این جوابش به من داد. همش برمیگرده به اون رابطه که ما با خودمون توی سرمون با خودمون داریم. یعنی الان من به شما میگم زندگی یه توهمی بیشتر نیست، همش اون پرسپشنیه که ما از دنیا داریم، اون مدلیه که ما از دنیا توی ذهن خودمون ساختیم. اگه جایی که توش بودیم توی سالهای گذشته جای پرتنشی بوده، همش دعوا بوده، توی ذهن ما همش پرتنشه و دعواه. اگه همیشه توی محیط آرامشی بودی، با آرامشی بودی، محیط ذهنیت آرومه، صدای ذهنت آرومه. این صحبت حالا من با مشاور داشتم، بچه که به دنیا میاد صدایی تو ذهنش نیست، بچه صفحه صافه، پلین سلیت. این صدا از کجا بیرون میاد؟ اگه ما هممون تو ذهنمون دعوا داریم، این صداها از بچگی توی ذهن ما شکل گرفته و ما هیچ وقت هیچ ابزاری نداشتیم که با این صدا مقابله کنیم، اینو بهترش کنیم. و بعد ماجرا اینه که تو یه چیزی رو 5 سال، 10 سال، 15 سال داری، برات میشه واقعیت. فکر میکنی اون دیگه واقعیت دنیاست. یعنی بچه از بخواه اونو دست بزنی اصلا همه چی به هم میریزه، عادت میشه. یعنی این دعوا کردن، من چند روز پیش که نه مثلا شاید یکی دو ماه پیش به این نتیجه رسیدم که اگر که یک روز من بتونم این ویدیو تیپ توی آسانسورمو بگیرم، به واقعا بعضی موقع فکر میکنم اون کسی که داره اون نگاه میکنه مطمئن من دیوونم. اون دفعه توی آسانسور بودم با یه خانم آسیایی و بچهش، بعد اونا از پارکینگ با هم دیگه سوار شدیم و من تو ذهنم یه درگیری عجیب غریب داشتم با خودم، داشتم میتونی بخوام درد رو حد میدم اینو، هم ساکت بودم هم تو زایم یو تو آسانسور برگشت من خودم گفتم برو بابا بس زمین که تو یعنی داشتم با خودم دعوا میکردم، یعنی به خودم برگشتم دیگه وکال شد اون قضیه، اصلا یه لحظه رد دادم که کسی اونجاست. من تو بودم که پس زنی تو نیوکه گفت باید گفتم از خودم، ولی اصلا موقع کسی نیست واقعا بلند بلند، یعنی من صحبت میکنم با خودم و میگم و حالا میگم این کتاب چیز The Mountain Is You یه حرف با حالی میزنه. من همیشه برمیگرم به این موقعی که دعوایی میشه با خودم یا با هر کسی، یا یه تنشی به وجود میاد اینطوری هم که اوکی تو از چیزی که ناراحتی اتفاق افتاده یا تو ذهنته، یه قرارت یا ممکن اتفاق بیفته. در 90% مواقع اتفاق هنوز نیفتاده و تو داری با یه چیزی دعوایی میکنی، یا با خودت یا با یکی دیگه تو ذهن خودت، برای سناریویی که تا حال اتفاق نیفتاده. پیش پیش بیاد این بگو. من میخواستم بگم یه زمانی برای حالا شخص خود من یه سری مفاهیم دور از دسترسی بودن، حالا یا شنیده بودیم یا ممکن بود یه مقدار از نزدیک دیده باشیم، ولی شخصی مثلا من تجربهش نکردم. یکیش مثلا حالا دپرشن بود، خودم مثلا تجربه کردیم خوبیم. یکیش مثلا دیوونه شدنه. خب مثلا ما همیشه مثلا شنیدیم فلانی مثلا یکی دیوونه است با خودش حرف میزنه فلان، دیوونه شدن اصلا اونقدر دور از دسترس نیست. یعنی فقط شما کافیه توی بازه خوبی، توی محیط استراب‌آور قرار بگیری و نتونی اون استراب رو درست مدیریت کنی. اگه فقط اون محیطه کپیش بیاد توی مغز تو و تو دائم توی مغزت استراب داشته باشی و همین دیالوگایی که ایمان میگه اینا رو به شکل عمیق و دردناکش اگه داشته باشی، خیلی راحت دیوونه میشی و اصلا یه فکرایی به ذهنت میاد. سر مثلا تلویزیون رو نگاه میکنی، ازش یه چیز عجیب و غریبی برای خودت میسازی، باور نکنی. واقعا اینا دور از دسترس نیست. نه واقعا نیست. یعنی بگو. میخواستم میگم اون اول اپیزود گفتم نقل قول کردم تازگی از تو، همین بود دقیقا که یه اپیزود بود توی اون قسمت لابی خونت، اون اتاق ضبط کردیم فکر کنم، که دقیقا همینو گفتی که یه سری از اطلاعاتی که تو ذهنمونه و پروسس میشه واقعیت نداره، ولی ذهن ما نمیتونه اینو بدونه که واقعی نیست. و توی سناریوی قرار گرفتم که شخص مقابل استرس شده بود خیلی در مورد یه چیزی که من میدونستم در جریان بودم و میدونستم واقعی نیست تو ذهنش، و استفاده کردم از اون قسمت اپیزود، گفتم کارون همچین حرفی زده و بهش فکر کن، مثلا این چیزی که میگی و منم میدونم اتفاق نیافتاده هنوز، واقعی نیست. یه کمی که فکر کرد خیلی تاثیر گذاشت روش و
من فکر میکنم باید خوش شانس باشی که به اون لول برسی، به اون لول برسی دهنه که... سرویس بشه تو. آره نه دیگه خوش شانس نه، نه اینی که گفتی که بعضیا حالا شاید مثلا سرت کومدن و فکر کنن خودشون اینجوری نیستن، به اون لول نرسیدن، میدونی خودشون راست یه سریشون فکر میکنم مثلا ببین خیلی برمیگره به شرایطی که بزرگ شدی دیگه. واقعا من بعضی‌ها رو میبینم طرف بدون هیچ در واقع ترامای خیلی شدید با یه دانش با یه مثلا توی شرایط امنی یه سری زاره تجربه کرده، میدونه چجوری باید باش کنار بیاد، میدونه باوندری چیه، یعنی یه سری چیزا بهش آموزش داده شده توی شرایط امن که میتونه الان ازش استفاده بکنه. بعضی از ماها خب شاید به شرایط هر دلیلی شاید بهمون میخواستن آموزش بدن ما نگرفتیم، مثلا هوش من در این حد نبوده که بخوام بفهمم چیه. نه اون یا نه شاید میگم نمیدونم واقعا، شاید به یه دلیلی من این رو متوجه نشدم و به واسطه اینکه خب حالا الان ماها داریم تنها زندگی میکنیم توی شهر، مثلا سعی میکنیم هزینه‌مون رو خودمون بدیم، اون محیط امنه یواش یواش تیکه تیکه مثل پیاز از دور ماها رفت تا رسیدیم به یه جایی که خودتی دیگه، اگر که سوتی بدی خودتی، اگه کار درست بکنی خود میشی، میگم یعنی دیگه هیچ اون حاشیه امنه شاید تا یه حدی وجود داشته باشه ولی بعضی موقع ما دیگه خودمون نمیریم دنبالش، به جایی میرسه که تو انقدر ضربه میخوری انقدر اذیت میشی که دیگه یواش یواش شروع میکنی یادگیری، یا اینکه واقعا یا یه تنجنتی رو میری که دیگه اصلا به قول کارون دیوونه میشی، اصلا تواناییشو نداری، نمیری دنبال کمک، یا اینکه واقعا میری کمک میگیری از کسی که میدونه، از تراپیست، از محیط امنت، از دوستات، از اتفاقایی که سرت میاد، کتاب میخونی و یواش یواش اون رو خودت به دستش میاری. حالا میگم توی اون به دست آوردنه بهت میگم من ایمان شاید واقعا تا میگم یه خیلی باحاله، بعضی از یه سری اپیزودهای کومارا نگاه میکنم و میبینم که مثلا اون موقعی که این اپیزود ضبط شده من مثلا یک ساعت پیشش تو چه شرایطی بودم و مثلا از خود عکس دارم، یعنی عکس و فیلم دارم که مثلا تو چه شرایطی بودم، بعد اون که بو اصلا امکان نداره تو تونستی اینو پول آف کنی، مثلا نشستی گفتی خندیدی ولی مثلا یک ساعت پیشش قوقا بوده اصلا میگم به واسطه اینکه چه میدونم یک ساعت چه شاتو شستی این قرمزیش از بین رفته، میدونی چی میگم، ولی خب یاد میگیری دیگه. و اینم باز هم میگم اینکه اگر که فکر میکنیم که الان توی شرایطی هستیم و اینا هنوز یاد نگرفتیم، هر کسی فرق میکنه، یعنی اینکه تو برگردی به دوست نگاه کنی خب اون که مثلا 28 سالشه اگر که با این کنار اومده، من 32 سالم هنوز با این کنار نیومدم، وای زندگی من تماشا هیچ وقت یادش نمیگیرم، این دوباره تو داری با یه چیزی دعوا میکنی که اصلا وجود نداره، سر یه چیزی داری دعوا میکنی که اصلا قانونی براش وجود نداره، تو قانون رو همین الان ساختی که اگه یکی دیگه بلده از من سنش کمتره من باید بلد باشم. بعد براتون عجیب نیست اینا چه جوری ساخته میشه تو ذهن؟ خیلی راحت اصلا بهش اصلا نمیفهمی. نه ببین یه بار من تو یه اپیزودی گفتم که آقا به نظر من اصلا مغز انسان بیش از حد رشد کرده. خب دقیقاً موقعی بود که خیلی اذیت بودم به همین دلیل، چون مثلا همینجوری اصلا ثابت نشستم دارم یه گوشه ماستمو میخورم، بعد یهو این فکر من یه سناریوی عجیب و غریبی رو میتونست طراحی کنه بذاره جلو چشم من و من فکر میکردم واقعیته، به خاطر حالا شرایطی که توش بودم فکر کردم واقعیته و اصلا مدل بدنم عوض میشدم، ضربان قلب بالا فلا اینا، و من اونجا برگشتم گفتم آقا این فکر بی خودی روش کرده، اگه من امنیت دارم، غذا دارم، مثلا آب دارم، میخوابم، این بدن باید آروم باشه، مغز نباید دیگه بیشتر از این فکر کنه، چون گور برا نگاه کنی اینا رو داشته باشه دیگه اوکیه، چیزی نمیخواد، که اونجا یکی شکایت کرد یکی از شنونده ها. ولی اصلا برای من عجیبه که حالا این شرایطی که ایمان میگره، خب منم عینش رو تجربه کردم، اصلا چجوری انقدر خلاقیت میتونه مغز به خرج بده که یهو همین دقیقا همین حرفی که ایمان میگه، مثلا فلانی 28 سالشه تو 32 اون 4 سال زودتر چجوری تونست و چرا نمیتونی؟ من دقیقا تو همین شرایط، آقا چرا همه زندگی عادی میتونم بکنم، میرم بیرون غذا میخورم، چرا من نمیتونم؟ آره پس آدم میمونه تو مغز منی یا مغز مثلا یکی دیگه. بعد فهمیدم داستان چیه، اون اپیزود نوروپلاستیسیتی رو که رفتیم، اون مسیرهایی که شما از اون طریق زیاد فکر کردی توی مغزت قوی میشه، یعنی اون سیمکشی ها خیلی قوی میشه، فرض کن مثلا ولتاژ بالایی از اونجا میره، به صورت خودکار مغزت عادت داره اونجوری فکر کنه، عادت داره تو رو تأخیر کنه،
1900 سال پیش پادشاه روم باستان میگه به خودش میگه آره خودتو تأخیر کن ببین مثلا تهش چی میشه. یعنی مغز این قابلیت رو داره، ولی دقیقا از همون نوروپلاستیسیتی میشه استفاده کرد که این عادت رو تغییر داد. سری بعد که همچین فکری میاد، تو فقط همین کاری که تو کردی به خودت با ارزیابی کنی آقا این شرایط واقعیه برای من یا نیست. نیست پس این یه دور به خودت گفتی نیست، دفعه دوم میگی نیست، و این واقعا این اتصال تو مغز ضعیف میشه و از یه جایی بعد دیگه اون فکرای چرند رو اتوماتیک جنریت نمیکنه. اجازه بشیم حالا جلوتر باز یه ابزار دیگه میگه به ما که چه جوری میشه اون فکرها رو کنترل کرد، باز ولی خیلی جالبه. ولی واقعا برای من جالب بود که آقا حالا این از 2000 سال پیش مکتوب هست که اون موقع هم درگیر همین داستانا بودن که معاملان درگیر. این جالبه که من اینش خیلی دغدغه متفاوتی و این به تو میگه که این دیگه میدونی 2000 سال اگر گذشته و تو دغدغه یکیه 40000 سال دیگه هم بره جلو احتمالاً دغدغه یکیه. دقیقاً ما همینو میگیم. اون موقع اینا امنیت نداشتن، غذا همیشه نبوده، آب نبوده، ما همه اینا رو الان داریم. و میدونی این چی به من میگه؟ این رابطه با خودمون رو نداره. اینو باید آموزش بده. اگه دغدغه از 2000 سال پیش یکیه، باید یه نفر به این نتیجه میرسید که آقا بیاین اینو آموزش بدیم دیگه. سولوشنش بدیم. و توی حالا ببین اینم بهت بگم، اینطوری نیست که بگیم که او تو ایران آموزش نمیدن، تو هیچ جا نمیدن، هیچ جا نمیدن. یعنی میخوام بگم تو کانادا هم اتفاق نیفتاد. من از کلاس نهم رفتم مدرسه، هیچ جا نمیدن ولی من یه احتمالی میدم تو این کشورهایی که یه ذره سر حال ترن، اون صدای درونه از بچگی کمتره. تو شرایط امتری برای ما خیلی وحشیانه شکل میگیره، چون نازمه زده تو سرت، معلمه زده تو سرت. من دیروز داشتم در مورد همین صحبت میکردم، گفتم اگه من یه روزی خدای نگه حالا خدای نگه من یه روزی بچه دار بشم، امکان نداره بذارم ایران بزرگ شه. یعنی اصلا ایران فعلی ایران به خاطر تجربیات خودت و اتفاقات. ما از اصلا معلم ها هم در امان نبودیم، یعنی بچه ها که همه رو آره هیچی، معلم ها هم بعضی هاشون آره. یعنی جدی دارم میگم، یعنی شرایطی که یه پسر ایرانی بود. حالا من واقعا تو مدرسه دخترانه نبودم، نمیدونم احتمالاً اونا هم احتمالاً همینقدر شاید بدتر داشتن تجربهشو میکردن، ولی واقعا به عنوان یه پسر ایرانی که تو ایران دبستان راهنمایی و دبیرستان رفته، دارم به تو میگم اون مکان اصلا مکان امنی نیست. یعنی اینکه تو بخوای اصلا بچه بودن تو ایران امن نیست. میگم بزرگسال بودنم تا یه حدی امن نیست، ولی خب بچه بودنم واقعا، یعنی من بخوای امن باشه بخواد نداره، یه سری رفتارهای بکنی با یه سری اکیپای بری بیای که اونا. بعد داستانی که ما اون موقع که اونجا بودیم، داستانی که تو اون دیگه جوشانه بودیم متوجه نمیشونیم، فکر میکنیم همینه اونجا امنه. بلکه آره بعد تو میای بیرون نگاه میکنی، تازه من اولش هم که میای اینجا میگم آدم تغییر دوست نداره دیگه، اون امنیته داره اذیتت میکنه. میگه اصلا میگم خانواده ما شاکی شده که چرا این بچه میاد خونه درس نداره بخونه. آره فیلم گون دیگه اذیت مادر من رو کرد. یعنی می‌خواستم میام با معلم‌ها صحبت کنم که آقا وات فاک این چرا بچه مثلا میاد خونه، چرا نباید داشت. این مکالمه خیلی اتفاق افتاده. آره این مکالمه خیلی اتفاق همین دیگه، اونم دقیقاً اون مسیر تمرین شده است تو ذهن مامان بابا که بچه باید بیاد مثلا چی درس بخونه بعدم خسته باشه بخوابه دیگه. ولی خب زندگی نیست. آره باری کلا آقای آرلیوس با این ادبیاتی که با خودش باشه. آره خودم جوری خودتو تحقیر کن اش کردی که خیلی اصلا انگار ما داریم حرف. آره خودتو تحقیر کن ببین به کجا میرسی خودتو. بعد میگه که شما ممکن همین الان زندگی رو ترک کنید، یعنی بمیرید. آره بنابراین چی بذار این تعیین کنه که چی میگی و به چی فکر میکنی. یعنی فرضو به این بذار، همیشه اون قبلش هم گفت دیگه، آخرین کاریه که داری انجام میدی فرضو به این بذار همین الان قرار بمیری، این تعیین کننده این باشه که چی میگی و چه کاری رو انجام میدی. بعد میگه آها این خیلی هم زندگی در ترس نیست که همش فکر کنی آخرین کارت آخرین جملت از سر ترس داری کلی راجع به صحبت میکنه که از مردن نباید بترسی. شو نه اصلا از به خیلی هم قشنگه، بذار این تیکشو بگم. فکر کنم اصلا ننوشتمش، داشتم میخوندم متحیر شده بودم. میگفتش که تو اگه 100 سال توی بهترین شرایط زندگی کنی خب، یا مثلا تو 15 سالگیت بمیری، میگه این دوتا هیچ فرقی با هم ندارن، چون اونی که اون 100 ساله رو تو بهترین شرایط زندگی کرده اون گذشته رو که دیگه نداره، تنها چیزی که داره اون لحظه است. اون کسی هم که 15 سال زندگی که همون لحظه داره میمیره، هم تنها چیزی که داره همون لحظه است. تا حالا ما هیچ وقت به این موضوع اینجوری فکر نکرده. یه جا مثال میزن، میگه اسکندر مقدونی و راننده‌اش
اینا تاش جفتشون مردن، یه اتفاق براشون افتاد، خاک شدن، اتمشون هم تجزیه شد. آره من سر پدر بزرگم که فوت کرده بود با هم یه حرف باحالی زد، گفتش که الان مثلا پدر من تو سن شاید 80 خورده سالگی فوت کرد و ما ناراحت شدیم، و یه نفرم 15 سالگی فوت میکرد بازم، یعنی با اینکه اون بنده خدا رفت تمام زندگیش رو 88 مثلا همه کارهایی که فکر میکنیم توی ذهنش بوده مثلا انجام داد، به موفقیت رسید، بچه دار شد، نوه دار شد، همه کارا رو کرد، بازم دلمون سوخت. برای 15 سالم دلمون، یعنی این آخرش هیچ فرقی نمیکنه، درجه دل سوختن فرق میکنه برای اون کسی که از دست داده. نه تو یکی رو از دست میدی که عزیز بوده برات. میفهمم چی میگی، یا شاید ته دلت به ای که بقیه میگن مثلا مثلا شاید اون کسی که با طرف اون رابطه اینتیمت رو نداشته میگن خب طرف تمام زندگیشو کرد دیگه، ولی برای اون ایمیدیت فامیلی طرف، برای فامیلی درجه از دست دادن، برای فامیلی درجه فرق نداره، برای اونی هم که از بین رفتن فرق نداره. آره. چون لحظه‌ای که از بین میری تو از بین میری. آره. نه آره، اون جالب تره این چیزو، این برای خود فرقی نداره، من همین الان بمیرم برای من فرق نداره، برای شما فرق داره، خاطر شاید برای تو هم یه ذره فرق داشته باشه، برای من نداره، من که از بین رفتم میدونم، ولی به عنوان یک موجود زنده شاید کلی برنامه داشتی برای خود مهم باشه، وقتی من میمیرم آقا من رفتم دیگه، جالبه، خیلی جالبه دارم. نه حالا ما هم که من که به زندگی اونورم که اعتقادی ندارم، من خیلی عصبی میشم، من تموم شد بمیرم، خیلی برم. من عصبی میشم، وجود موجودیتی ندارم که بخوام عصبی شم، میرم اون وقاتی میکنم. حالا یکی آخری اونور ایمان آروم کنه داداشو، که اونوری اوقعی این اتفاقی که افتاده این دیگه واقعا شد، این دیگه برو کارو بیارش. بعد اینو قبلش اشاره کردم، میگه هیچ چیز احمقانه تر از آدمایی که دور میچرخن و روح آدمای اطرافو جستجو میکنن نیست، خیلی به سول اعتقاد داشته. این منظورش اینه که سرک میکشن میگن مثلا الان خیلی قضیه زیاده چی میگه؟ آره میگه هیچ احمقانه تر از این نیست، میگه هیچ وقت متوجه نمیشن که تنها کاری که باید بکنن اینه که به درون نگاه کنن، قدرت درون رو بشناسن و بپرستن. پرستیدن یعنی که نذارن با اطراف آلوده بشه، بی هدف بشه، ناراضی بشه. من اینکه بعضی موقع سرک بکشم زندگی آدم رو فانه برام دیگه، بعضی چی؟ نه میگه سرک بکشم زندگی بقیه کنم، نه اون فرق داره، اون که اصلا سشن برزو داشت. این داره میگه تو بری ببینی مثلا فرزاد چه جوری زندگی میکنه، خب آها این آره دنبال منتور باشی، بری مثلا بلیت بخری، بعد بگی مثلا فرزاد فلان چیزو داره من ندارم، شروع کنی خودتو تخریب کردن. این اتفاق خیلی داره میفته، 28 سالگی مثلا آرامش من تو 32 نه، برای من یه مدت یه بازی طولانی خیلی اتفاق میافتاد، برای همه میافتاد، نه نه نسبت به بعد که این بود که همه خونه خریدن، من خونه نه، ول کن خونه نخری دیگه، نخری دیگه، همین دیگه، این دقیقا همینو میگه. بعد دوباره 1900 سال پیش ما اینو کی فهمیدیم، ما اینو خیلی فرست هند کی تجربه کردیم. ما موقعی که رفتیم استرالیا با من توی شرکتی که بود میگفتش که مثلا طرف از الان اومده میگه من یک سال دیگه میخوام برم مسافرت و از الان اون تایمشو آف گرفت. با من میگم مثلا هفته دیگه تو زندگی من چجوری، تو چجوری گفتش که هالیدی من برای مهمه، به خودمون اجازه نمیدیم. واقعا استرالیایی ها خیلی براشون مهمه. آره ببین با تمام وجودشون میرن مسافرت و با تمام وجودشون میرن حال میکنن. این ما من چند روز پیش داشتم دنبال تیکت میگشتم، گفتم که آره مثلا یه هفته برم آمریکا، بعد داشتم نگاه میکردم اینا، بعد اینطور بودم که وای خب برم بعد برگردم بعد این کارو بکنم، وای برگردم بعد اون کارو بکنم، بعد اینطور بودم که نه اصلا نمیرم، برای چی برم، یه همه کار دارم. بعد اینطور بودم که چجوری ما از مسافرت رفتن و میهراسیم، نه تایمی که باید بذاری که به کار فکر نکنی، من تنها چیزی که در مورد مسافرش فکر کردم کار بود، به خدا دیگه اصلا اینطوری که اصلا برای چی داری میری، اصلا ول کن دیگه، تو که میخوای بری اونجا وایسی در مورد کار فکر کنی، بشه همینجا در مورد کارت فکر کن دیگه. آره من دقیقا تو هم استیجم، ولی واقعا استرالیا، یا برای تجربه شخصی من نسبت به کسایی که تو استرالیا بودن برای مسافرت و برای حفان داشتنشون زمان میذارن، هزینه میکنن، شاید یارو واقعا نصف حقوقی که در میارن میذاره کنار و میره مسافرت کلا، از خاطر اینکه به این باور داره که باید بهش خوش بگذره و این تمام دیگه. این کسایی که بلدن زندگی کنن خیلی روی کیفیت تفریحشون کار میکنن، یعنی حالا لزوما تفریح برای همه مسافرت رفتن، یکی ممکنه مثلا بشینه خونه مثلا بورد گیم بازی کنه مهم نیست، ولی کسایی که زندگی کردن بلدن این کیفیت تفریح رو خیلی خوب بلدن. آره
قشنگ بود. اینو شما بلدیستان دارم میگم، از اون بر من یکی از خالام سالهاست فرانسه است، بعد اون داشت به من میگفتش که آره مثلا آخه گوگلی مثلا شما بلد نیستید درست دیس کردن خاله، نه خیلی از روی مهر و محبت، آره ولی داشت میگفت مثلا شما بلد نیستید لذت ببرید، چون نبود شرایطش نبوده دیگه حالا همیشه. آره آره، ولی اونایی که بلدن بلدن دیگه. آره براتون بگم که این احمقانه ترم که گفتم، بعد میگه شما به طبیعت نگاه کنی قابل تغییره، طبیعت داره مدام تغییر میکنه. بله. به درک خودت نگاه کنی میگه خیلی کم نوره کم عمقه، به بدن خودت نگاه کنی رو به زواله. فراد اون هست دیگه. بله بله خوبشو گفتی، رو به من میبینمش، رو به زواله ببخش. به اقبال خودت نگاه کنی خیلی غیر قابل پیش بینیه، پردیکتیبل نیست. به شهرت نگاه کنی پایدار نیست لزومن، یعنی خیلی غیر مطمئنه که پایدار بمونه. پس چی میتونه شما رو هدایت کنه؟ جواب بدیدم لوگو فلسفه. میگه قدرت درون سالم داشتن رو باید بشناسی و سعی کنی همیشه اینو آری از آلودگی نگهداری، اون ورشیپ کردن درون خودته. او خیلی خوبه دیگه، بجون که قدرت شما رو منوط بکنه به یه موجود خارجی، مثلا فرض کن خدا نمیدونم هر چیز دیگه، یا به یه کسی که تو پیروشی تو این دنیا، کالت لیدره نمیدونم رهبر هر چی که داره، تمام قدرت رو میده به خودت. حتی داره میگه آقا اگه زلزله اومد تو بدبخت شدی، اینم نمیتونه روی تو تاثیر بذاره، اینم راهش، اینم ما انجام دادیم شده دیگه، چی میخواد؟ آخه میدونی این چی، حالا من به عنوان کسی که اصلا قدم نذاشتم تو این راهه، شاید بترسم بگم ای پس اول آخر خودمم، اگه یه جا اشتباه شد بندازم گردن کی، یا مثلا امیدم به اینه که یکی به من راهو نشون بده. این خیلی مسئولیت بزرگیه. میگه تو درونت یه لوگوسی داری که این قویه و به تو نشون میده و این لوگوس وصله به لوگوس دنیا، میگه هر اتفاقی میفته برای تو بهترینه، اگه هنوز نمیدونی باید دقیق تر نگاه کنی. خیلی مثبته دیگه، میدونی من به عنوان یه کسی که تو ایران بزرگ شده نمیتونم انقدر مثبت ببین نگه. ولی میگه بولت پروفه، ضد گلوله است، مثبت نیست. میگه هیچ چیزی خوب و بد نیست، رسشن پروف. بله بزنس بولت پروفه، رسشن پروفه. ولی میگن دیگه کسایی که تویی که واقعیان معروفن که هیچ چیزی اینا رو زمین نمیزنه، چون هیچ چیزی نمیتونه اینا رو ناراحت کنه. کلا با ناراحتی، یعنی ناراحت بودن توی این مکتب چه چیزی داره؟ جایگاهی داره؟ میتونی اجازه داری ناراحت باشی؟ نمیدونم من دقیق. نه نه نه، میگم که مثلا چیزی که خوندی در موردش، چیزی که من نسبت به چیزی که من فهمیدم اینه، میگه هیچ چیزی به خودی خوب، خوب یا خودی خود خوب یا بد نیست، این پرسپشن توه که این صفت رو نسبت میده به اون اتفاق، به اون مفهوم. مثلا دانشجو حتی میگه اگه کسی مثبت بگیر میگن سرخوش، اصلا نمیگه مثبت بگیر، میگه این برداشت توه، میگه ولی بهترین اتفاقی بوده که میتونسته برای تو بیفته. میگه اگه این اتفاق افتاده، لوگوس داره به یه سمتی میره، برای تو این پلن رو داشته و این خوبه، یا تو با این همراه میشی یا مثل اون قطاره تو رو میکشه، اون سگه رو. میگه حتی اگه کسی داره با تو بد برخورد میکنه، میگه اون به تو آسیب نمیزنه، اون داره به خودش آسیب میزنه. تو وقتی آسیب میبینی که حرفای اون رو تو صورتت اونجوری بخوای درک کنی، اونم اون به مشت خودش آسیب زده، خودش آسیب زده، صورت تو فقط پکیده، این بهتره داره که بزنی صورت میفته. دقیقا اینم داره، من میرفتم یه دونه مش میزنم تو صورت این پادشاهی، میگفتم می نوازه دلقک. اینجا من فلش زدم، میگه درد ممکنه جسم شما رو تحت تاثیر قرار بده، مشت خوری، درد ممکنه روحت هم تحت تاثیر قرار بده، ولی میتونی انتخاب کنی که روح تو رو تحت تاثیر قرار نده. تمام تصمیمات و خواستای ما از درون میاد و هیچ عامل بیرونی، حالا میگه اهریمن، هیچ اهریمن بیرونی نمیتونه روش تاثیر بذاره. تو بری با مشت بزنی رو صورت این، جسم اینو تحت تاثیر قرار دادی ولی روحش رو تحت تاثیر قرار ندادی. خیلی خیلی سخته این عملیاتی کرده. آره کلا میگی سخته، چون فکر میکنی باید مثلا 100% این 180 صفحه کتابو تو انجام بدی. نه، تو انجام بده، تاثیرشو ببین، راضی بودی یه بردار. 100% کالته، 100 کالته.
یعنی همین که دو تاشو راضی بودی، یعنی میخواد دو تا دیگه هم بیار. آره این میخواد فقط آره میخواد سشن بفروشه. ما متوجه بچه‌ها زخم خوردن همه. این چند وقتی که نیست بیایم این کتاب رو بخونیم ببینیم چیکار باید بکنیم. این چند وقتی که نیست آلیو کندیس کارونو بدیم. خیلی حال میده. آقا بی من حال میده واسه سگمنت میتونه باشه. نه شروع سگمنت فول اپیزود بذار یک دو سه چهار تا آلیو کندیس 16 قسمت بعد میاد کارون دیسبک میده. بگو دراما چون ساعت 12 شب شد بعد میگه وقت تو تلف نکن با اینکه بقیه چی میگن چی کار میکنن، اینجوری هیچ کار مفیدی انجام نمیدی. آها این اینجاش گوشه، این واقعا به من کمک کرد. میگه که اجتناب کن از یه سری چیزا توی قطار فکریت. خب میگه هر چیز تصادفی، هر چیز نامربوط. اگه یکی یهویی یه پرید پرسید که داری به چی فکر میکنی، میگه همیشه انقدر فکرتو تمیز نگه دار که اگه یکی یهویی یه پرید پرسید از تو داری به چی فکر میکنی، بتونی جواب صادقانه و درست بدی. اینو بهش فکر کنید. نمیتونم اصلا فکر میکنی نمیتونی شماها بپرسید میگم ولی نه نات اونلی اصلا نمیخوام انقدر ذهنم تمیز باشه، یعنی بعضی موقع دارم مثل خلاقیت رو دارم فکر میکنم با اینجوری که به ما میگه چی میگم همیشه چی نه داشتم من آدم فیزیکلی آدم تمیز نه 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 اونو که ذهن خیلی کثیفی میکنم ما یه سری کارهایی میخوایم بکنیم همیشه جلومون رو میگیری. میتونم یه سگمنت برم؟ خواهش میکنم اجازه میدی؟ تو رو خدا ببخشید من واقعا معذرت میخوام که باید اینجا الان اینو استاپ بکنم. من یه تلفنی گرفتم چند روز پیش، یه آقایی بهم زنگ زدن، من نمیگم کی بودم، فرهاد بود. قیافش رو گفت پش باشه فرهاد بود ایشون برگشت من گفتن که ایمان من یه سوالی ازت دارم و راحت باشو اگر که فکر میکنین ها، یعنی هیچ رو دروسی نشو. گفتم نه داشتم چی شده تلفن جدی. گوشش که ما میخواییم یه مبلی بخریم شبیه مبل توه، تو ناراحت میشه. گفتم نه مگه دیوستم چه فوشی مهم دادی؟ مهم نیست و اینا چه فوشی دادی؟ مولی من گفتش که نه بابا فسن فلان گفت نه گفت آخه زش میشه. گفتم داشتم شما میخوایی زش نشه تو آسانسور من انگشت همدیگر رو نگیشی. میگه زشت میشه آقا، اگه زشت میشه که اصلا خیلی کارو هست که بخونه که زشت نشه. اول این ها شروع کرد برنگ زدن، این آخرین آیتمیه که میتونه زشت بشه که تو مبل شبیه من بگیری. اصلا کی میفهمه مبل شبیه من گرفتی؟ من اقعا ساده بودم که نمیستم دارم یه آتش فشان ببین اصلا ترکید. سلام ببین اینقدر برام این سوال گنگ بود که اصلا باور نمیکنم تو این سوال یه جورای بیهرامه بوده به تو. آره آقا خیلی کارهای دیگه میتونیم بکنیم. یه مثلا آدم ایرانی میبینیم سر کارش نذاریم جلو همه. دلش پره شما فهمونیم. به هر حال خیلی کارهای دیگه هست. دقیقا من گفتم چه قشنگ خورد، خیلی هماهنگ شده. ولی اون لحظه که تو میخواستی بگی ببین قیاف یه ترسی تو فکرم مدیر مدرسه هم زنگ زده بهت در این حد نه به من گفتی مدیر مدرسه شما؟ یعنی رفتم تو ترامای بچگیم. آها نه نه ترسیده بود الان نشسته دیگه روی چیش. نه 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 ببخشید. ولی آره من این تلفن رو گرفتم و جز عجیب ترین تلفن های 2024 بود از آقای فرهاد. خیلی عجیب بود. میتونید مبل بخریم اوکیه فقط کارهای دیگه نکنی. آره کارهایی که صحبتشو کردم گفتم اطلاع دادم خواهش کردم. کنه اون یه قرمزی داره. بله بله عالی. اونم قرمزی گوشش داره. آره نه نه اون داره، اینو مطمئن نبودم. بفهم میگه اگه جایی از زندگی اونو من خودم دارم میبینم از تو آینه پشت تو. میگه اگه جایی از زندگی تو اون چیزی بهتر از اینی که الان میگه پیدا کردید به چسبید بهش. و اون چیزه چیه؟ میگه مغزی که خیلی خوشحاله که هر جایی که میشده به شما ادوایز منطقی داده و شما بهش عمل کردید و هر چیزی هم که خارج از کنترلتون بوده رو شما پذیرفتید. میگه اگه جایی از زندگیتون چیزی راضی کننده تر از این مفهوم دیدید سفت بهش بچسبید، چون حتما یه چیز خارق العاده است. یعنی این که میگه بالاتر از این کلا اساس فلسفه رواقی ها اینه.
اینه که شما اگه کاری از دستتون برمیاد به صورت منطقی اون کار رو انجام بدید، چیزی که از نظرتون درسته، اگرم نمیتونید تغییرش بدید بپذیریدش، شور کنید لذتش رو ببرید. تموم شد رفت. بگم شاعر بزرگ بفرمایید چی میگه؟ میگه هر آدمی یه روزی قلبش میشکنه، تنگ و زیدراری درش میشه. ریچارد مارکوس آرلیست، آقای 2000 سال پیش. پایا میگه پایا خودم، پایا خودم، آرمین. بله، به قدرت کنترل افکارت احترام بذار، تنها چیزیه که محافظت میکنه تو رو در مقابل درک و فهم اشتباه و غلط. خیلی روی موضوع تاکید میکنه. هیچ کار تصادفی رندومی میگه انجام نده، هیچ کاری که بر اساس اصولت نیست انجام نده. این خیلی خوشگله. بعد اصول تعریف شده ای دارید؟ من بعد از اینکه نشستی نوشت با آقا چیز کردم تو ذهنم داری با آقا چیکار کردی؟ آره، تو یه سری اصول جدیدن داری که قبلا نداشتی. آها، با ایشون. بله. بعد بعد از اینکه یه ویران کرده ای به من رسید، از نو ساختش، سعی کردم یه اصولی رو یه ریویو بکنیم. Absolutely no fucking اصول. بعد میگه که آدم ها به کوه و جنگل میرن که از سلاطم دور بشن. چه کاریه؟ با آرامش ترین جایی که میتونی بری درون خودته. دوباره مثلا یه چیزی که ما اصلا نمیشنویم. هفمون بیه میخواییم بریم با آرامش ترین جا. هفمون بیه. میگه هر چیزی که میبینیم تغییر میکنه و یه روزی وجود نخواهد داشت. دوستی، این فکر کن چند تا چیز رو دیدی که تا حالا تغییر کردن. دنیا چیزی نیستش جز تغییر، زندگی ما چیزی نیست جز ادراک، پرسپشن. خب اینو من برای این گفتم، واقعا مثلا توهمی بیشتر نیست، همه چیز در حال تغییره و اون چیزی که ما ازش به عنوان زندگی یاد میکنیم اون مدلیه که ما از این زندگی در دنیای در حال تغییر توی ذهن خودمون ساختیم. و دقیقا خاطر همینه که یه فیلسوف استوئیک دیگه قبلا اشاره کرده بودی، میگفتش که ما بیشتر توی تخیلاتمون رنج میبریم تا توی واقعیت. دقیقا مثالی که تو گفتی، جنگ و دعوا تو ذهن ماست، تو دنیای بیرون نیست. اکثر ما کسی با ما کاری نداره، خودمونیم که میپیچیم به پای خودمون. سیمولیشن چی شده؟ نه هیچ، گفتم سیمولیشن. میگه که انتخاب کن، یعنی بای چویس انتخاب کن که شما آسیب ندیده باشی و احساس آسیب دیدگی نمی کنی. اگه احساس آسیب دیدگی نکنی واقعا آسیب ندیدی. یه وقتی اون حالا مثلا یه دردی به ما وارد شده، اون نریشن، اون توصیفی که ما از اون درد توی ذهنمون داریم و این مدام روی تکراره، اون درد رو هی بیشتر میکنه و واقعا هم بیشتر میکنه. ادامه پیدا کن. میگه اینو متوقفش کن و اون رو حس نکن و واقعا از بین میره که میره، چون توصیفه هم عوض میشه دیگه. یعنی شاید اصلا واقعا چه میدونم یه اتفاق 5 سال پیش افتاده، 5 سال پیش اونقدر برای تو دردناک نبوده، ولی انقدر هی مرورش میکنی و تو ذهنت عوضش میکنی. یعنی میپرم. بعضی موقعا یه اتفاقی تو بچگی من افتاده، الان باور نمیدونم که واقعا هست یا خودم ساختمش، برای همین دیگه باورشون ندارم. یعنی به جای رسیدم گفتم که واقعا نمیدونم الان نه روشو دارم برم بپرسم میگم ولیدیتش کنم. آره، نه اینکه مثلا واقعا نمیدونم، چون اونقدر ذهن حالا نمیخوام میگم خلاق، اونقدر ذهنی ولی میشه به این دنبال حادثه‌ای دارم که پرداخت یه جوری که بریم بهش برسیم. جدی میشه؟ نمیدونم، میترسم دیگه. اون ترسه وجود داره که باش رو برو بشی زخمی رو باز میکنی که دیگه خوش شده بود دیگه، ولکن میدونی ولی جاش هست. آخ بهش نرسی، جاش هست. تنها در صورتی زندگی تو خراب میکنی که میگه عوامل عوامل بیرونی تنها در صورتی میتونن زندگی شما رو خراب کنن که کاراکتر شما رو خراب کنن، شخصیتتون رو خراب کنن. غیر این صورت هیچ چیزی نمیتونه روی شما تاثیر بذاره. دوباره هر اتفاقی که بوده خوب بوده که اتفاق افتاده. اگه متوجه نشی باید از نزدیک نگاه کنی بهش که بفهمی خوب بوده. واقعا وقتی آدم مثلا توی درد و فشاریه که میگه او دیگه این که نمیتونه خوب باشه، ولی حالا برداشت من اینه، دقیقا ما وقتی که درد زیادی رو تحمل میکنیم به همون وارد شده، این دقیقا اونجایی که باید روش بیشتر کار کنیم. و اگه بتونیم بیشتر کار کنیم وقتی که میگذریم از اون درده، اون موقع میفهمیم که خب حالا این خوبه. چون اگه اون
نقطه ضعف رو نداشتیم، والنریبیلیتی رو، اون شکننده بودن رو نداشتیم، اصلا اون اتفاق برای ما ممکن بود دردناک نشه یا اصلا ما خودمون رو در معرض اون درد قرار نمیدادیم اگه با درستش آشنا بودیم. خب وقتی با درستش آشنا نباشیم خودمون رو در معرض اون درد قرار میگیریم، درد رو تجربه میکنیم. اگه اونجا اصلاح کنیم خودمون رو، دیگه با درستش آشنا شدیم و دیگه در معرض اون درد قرار نمیگیریم. اگر نکنیم میریم میفتیم تو درد بعدی. مثال راحتش، شما رابطه سمی که داشته باشی یک بار، اگه بتونی درستش کنی که خب متوجه میشی اون سمی بوده و دیگه خودتو در معرض اون قرار نمیدی، ولی اگه نتونی دوباره میفتی توی یه لوپ، دوباره میری توی رابطه سمی بعدی، این درده به تو وارد میشه. و این رابطه سمی حتما رابطه با پدر و مادر، ببخشید با پارتنر نیست، میتونه رابطه با پدر و مادر باشه، حالا اونجا تو نمیتونی عوض کنی بری بعدی، میتونه رابطه با دوست باشه، همکار باشه. یه جا که یه چیز بعد تجربه میکنی، دردی بهت وارد میشه، اگه اصلاح نکنی میتونی بری بیفتی تو اون لوپه و این ادامه پیدا میکنه تا جایی که میشه حقیقت زندگی، باور میکنی که خب نه همیشه همینه. یه سریال میبینی که همش پارتنرهای مثلا سمی دارن، خودشون هم به این اذعان دارن، میگن من که فقط آدمه مثلا سمی میتونم آره ببینم. اینجوری میشه واقعا، یعنی حقیقت ذهنشون اون مدلی که از دنیا ساختن اون شکلی میشه واقعا، یعنی تو ذهن طرف هم واقعا همینه که اینه دنیا، ولی اون نیست. یه سامری، یکی داشت یه سامری کتابی تعریف میکرد، یادم نمیاد کجا خوندمش، ولی سرچ میکنم احساس میکنم سرچ بود Bad Therapy. میگفتش که تو وقتی هم که یه اتفاقی میفته اینقدر دیگه میشینی مرور کردن بدبختی ها و میگی و که من بگردم رو این در واقع تیز بشم ببینم چی بود، این چه احساسی بود. میگفتش که اصلا اون مرور کردن بدبختی ها میشه یه عادتی که داری انجام میدی و اصلا از اون در واقع دلیل اصلی این که آدم ها میان تراپی اصلا دور میشی. یعنی میگفتش که اوکی شور شاید یه اتفاق بدی هم برات بیفته، ولی خیلی هم متمرکز بشی روی اتفاقات بعد زندگیت، بری بخوای بگردی ریشه یابیش بکنی و فقط به اون اتفاقای بعدی که داری میفته فکر بکنی، اونم بعضی موقع میتونه مخرب باشه دیگه. ببین من برداشتی که داره از این داستانی که میگی تو این لوپ افتادن اینه که مغز اینجوریه که شما یه خطری رو تجربه میکنید، مغز تمام تلاشش رو میکنه که شما دیگه اون خطره رو تجربه نکنید. چه جوری؟ شروع میکنه هی پردیکشن انجام دادن. قبلا هم گفتیم میگه براش خیلی ارزونتره که پردیکشن اشتباه انجام بده تا یه چیزی رو میس کنه، یعنی یه خطر واقعی رو میس کنه. پس اگه توی مثلا محیط مضطرب زندگی کردی، مغز تو عادت کرده که خب همیشه قراره یه خطری به تو وارد شه، پس شروع میکنه پیش بینی کردن. دقیقاً برای همینه که مثلا تو دیگه قاب عکس هم میتونی خطر برای خودت تولید کنی، چون داره میخواد از تو محافظت کنه. آره. ولی دیگه حالا این لوپ رو باید به یه نحوی شکست. میفهمن که اگر دنبال آرامشی کمتر انجام بده، دو لس چقدر یهو کانترست پیدا کردی، باید بیشتر انجام بدی بابا، کمتر انجام بده دوله. فکر کنم یه ذره اسپانی بوده، پاریش ها رومه یه دونه بابا شر اسپانی داشته اون آقا ولش کن دوله. با شما نوبار 0913 تو گفت یه لحظه جا خوردم قرارم این نبود این تایم شهر یا حالی گرفتم اشتراتا. تلفظ درستش رو بگید. درست گفتی؟ خیلی قشنگ دقیقا درست گفتی. نه من گفتم من دوباره، آقا به خدا تو درست گفتی، گفتش دولست دیگه. نه نه دولست رو میگم، نه دولست دولست اینجوری میخوایی؟ نه انگلیسیش نه اسپانی. ها خب تو همینه دولست دیگه. دولست دولست. میخوای فرار کنی؟ فرق داره. میخوای از واقعیت فرار کنی؟ واقعیتش من تا الان نگفته بودم این کلمه رو. به زبون نیومده بود. معمولا نه. نه من اومده یه چیزی بگم، گفتم دوباره میگید این میخند و مسخره بازی در میگید. نه بذار مسخره بازی رو من در میگم. آره تو به لوگوس بخند. از اولی اپیزود داریم و میخندیم. مرسی خواهش کامل کردم. نو وان سیفی دولست.
بعد میگه فقط چیزای ضروری انجام بده، بیشتر چیزایی که ما میگیم و انجام میدیم ضروری نیست، اگه اونا رو حذف کنی به آرامش میرسیم. میگه قبل از انجام هر کاری باید از خودتون بپرسید که این انجام این کار ضروریه یا نه، اگه نیست دولست. اسم اپیزود رو بذاریم دولست. Less is more. حرکت دستم داره. کل خودکست تو این اپیزود خلاصه میشه در مجموع. آره میدی الان تمام چیزایی که ما گفتی واسن شده همین دولست. این یه جوری میم میشه علی اصغر فردا همینجوری دست تو رو اینجوری میخونه دیگه دولست دولست. تو فردا توی چیز تلگرامی. مهدی هم هست. میگه هیچ چیزی که توی فکر بقیه میگذره نمیتونه آزارت بده. اصلا هیچ چیزی توی این دنیا نمیتونه تو رو آزار بده. پس چی میتونه؟ فقط ظرفیت تو، یعنی کپاسیتی تو برای دیدن اون درد است. میگه اگه اونو نبینید اصلا وجود خارجی دیگه نداره، وجود داخلی هم نداره. اینجاش هم هاشم میگه بعضی وقتی یه کاری رو انجام میدم منتظرن که طرف جبران کنه. خب یعنی مثلا بیاد تو یه لطفی به یکی بکنی، آره برگشت داشته باشه. میگه تا حالا دیدی مثلا اسب وقتی مسابقهش تموم میشه بیاد از تو انتظار یه چیزی داشته باشه؟ سوار تو شه. یا مثلا سگ وقتی شکارش تموم میشه بیاد از شما چیزی بخواد، یا زنبور وقتی عسل تولید میکنه انتظار چیزی داشته باشه. تمثیلش خیلی جالبه، میگه وظیفه شما به عنوان انسان هم اینه که به بقیه کمک کنی. کارتو انجام دادی نباید مثلا دنبال این باشی جواب بگیری. سگ شکار میکنه چیزی نمیخواد، طبیعتشه. بعد میگه به فلسفه به عنوان یه معلم نگاه نکن، به عنوان یه مرهمی روی درد بهش نگاه کن. حالا این ترجمه شده است ولی میگه درد چشمی رو میگفت. میگه فرض کنیم مثلا فلان ماده است که تو اسفنج رو نمیدونم سفیده تخمرغی که میذاری اونجا و به تو آرامش میده. اسفنج سفید تخمر چیه؟ میذاری اونجا. حالا اون موقع قدیم بوده. قهوه چای نبوده. آره. برای چششوی چشم. آره. بعد میگه که هیچ چیزی برای کسی اتفاق نمیفته که توان تحملش رو نداشته باشه. الان میگن دیگه، میگن خودت همون قدی که اندازه جنبه تو به تو میده مشکلات میده، درد میده. بعد یه داستانی تعریف کنه راجع مادر خوانده و مادر. خب میگه شما ممکنه مادر خوانده داشته باشید. قیافه ها چه داستانی؟ قیافه اون کلاس زبانه بود فرستاده بودی؟ میخوام بدونم آیا اون هم از سال درگیر بوده؟ کلاس زبانه بود میگفتش که کارتونای دیزنی با ما یه کاری کرد که از همه مادر خوانده ها بعدمون بیاد، ولی پورنا بیا کاری کرد که همه مادر خوانده ها رو دوست داشته باشه. الان نیوترالی نسبت بهش. بعد میگفت آره شما که مادر خونده داشته باشید، مادرم داشته باشید، به مادر خونده تون احترام میذارید، بله، ولی میگه آخر شب اگه بخوای آرامش داشته باشی میره خونه پیش مادرت. چرا جمله رو اینجوری میچینه؟ بابا خودش میگه. اوکی ببخشید. من هم تو یور مادر خونده داشته باشی بهش احترام میذارید. یاد سیندرلا میگه اینو دوباره مثال میزنه، میگه مثل دادگاه و فلسفه میمونه. دادگاه چیزی که شما از قوانینش باید پیروی کنی، حالا تو موقع روم دادگاه چیز خیلی مهمی بوده، ولی در نهایت تو اگه بخوای آرامش داشته باشی رو به فلسفه میاری، رو به دادگاه نمیاری. سلطان مثال بوده. بعد میگه اگه کسی به من نشون بده که من اشتباه میکنم، من میپذیرم، چون من دنبال حقیقتم. هیچ وقت حقیقت نمیتونه با آدم آسیب بزنه. چیزی که میتونه با آدم آسیب بزنه اینه که خودمون رو گول بزنیم. اسکندر مقدونی راننده‌ش هم که گفتم نتیجهش یکی شد. البته راننده نداشتن اون موقع دیگه. گفت درایو، حالا ترجمه انگلیسیش درایور، اسبر یا درشگه. درشگه ران دیگه. آره درشگه چی؟ ای من ماشین تو زنم. اسکندر بری بدار اطلسشون بود. آره. بعد میگه اگه از دست و پات استفاده میکنی و درد میگیرن طبیعیه، اگرم انسان هستی و زندگی میکنی و استرس میگیری طبیعیه، همونقدر طبیعیه. اوکی که استرس داشته باشی. بعد میگه که شما هیچ وقت اذیت نمیشید که مثلا فقط x کیلویی، نمیای بگی آقا من چه 300 کیلو نیستم. به همون شکل هم نباید اذیت شی وقتی بهت بگم مثلا فقط قرار x سال زندگی کنی. با حد بدنت راحت باش، بدن شما یه حدی داره برای زندگی کردن. همونجوری که 300 کیلو نمیتونی باشی، 300 سال هم مثلا نمیتونی زندگی کنی. من مطمئنم بادی بیلدرها میگن چرا مثلا هادی چوپا نمیگه چرا من 300 کیلو نیستم، دوش 300 کیلو میاد فقط از اون است. میگه دیگه، میدونی
مطمئنم الان حالا 600 یه کپی ای میبره جای بده عدد چیزی که به کندو آسیب بزنه به زنبوراش هم آسیب میزنه. بله. به این مورد بعدی میگه که من میتونم نه متوجه نشدم. کندو اون کامیونیتی زنبوراست، میگه اگه به اون آسیب برسه به تک تک اعضاش هم تک تک اعضاش هم آسیب رسیده. پس اگه به کامیونیتی تو آسیب برسه تو نمیتونی خودتو جدا از اون ببینی. بنی آدم اعضا. عجب این همش به هم وصل همش آخر دیگه میدین آخر تمام مشکلات دنیا سر چیه؟ دولست. بعد میگه که میتونم افکارم رو کنترل کنم. پس دیگه چی میتونه به من آسیب بزنه؟ همینجور سوال میپرسه، میگه هر چیزی که بیرون از ذهن منه هیچ ارزشی نداره و هیچ توانایی برای این که به من آسیب بزنه و درد ایجاد کنه نداره. جالبه دیگه. داستان درد و جسم هم که گفتم، درد میتونه جسم شما رو تحت تاثیر قرار بده، روحتون هم میتونه تحت تاثیر قرار بده، ولی شما میتونید انتخاب کنید که درد روح شما رو تحت تاثیر قرار نده. تمام تصمیمات و خواسته های ما از درون ما میاد. اینکه ما یه دردی رو کشیدیم دلیل نداره که در آینده این اتفاقی که خیلی میفته، ما یه دردی رو میکشیم، این درد رو میریم حالا مثلا پروجکت میکنیم روی یه موضوع دیگه و به اون موضوع ما درد وارد میکنیم. برای همین مثلا روانشناسا میگن شما مثلا توی رابطه‌ای که هستید یا دارید دردایی که از رابطه با پدر مادرتون کشیدید و اونجا خالی میکنید، یا دردایی که از رابطه قبلی کشیدید و خالی میکنید. okay. میری پروجکت میکنی. ولی میگه این میگه که ممکنه اصلا حتی درد جسم شما رو هم اذیت کرده باشه، ولی میتونی انتخاب کنی که روح تو اذیت نکنه و اینکه تو چه رفتاری میکنی همش دست خودته و هیچ عامل بیرونی نمیتونه روی اون تاثیر بذاره. اینو برای اوورتینکرا میگه، میگه که تلاش نکنید بدترین حالت هر چیزی رو تجسم کنی، تمرکز کنید روی حال و از خودتون بپرسید که چرا من نمیتونم مثلا این لحظه رو تحمل کنم. میگه خیلی وقتا از جواب به این سوال خجالت زده میشین و میگه که گذشته و آینده هیچ تأثیری روی تو نداره. دوباره همون داستان که همه چیز همون لحظه حاله، گذشته آینده هیچ خبری نیست و اصلا با فکر کردن به اونا هم نباید خودتو خسته کنی. دوباره یه مثال دیگه میگه سنگی که به هوا پرتاب شده و میاد پایین نه چیزی رو از دست داده نه تو راه بالا رفتن چیزی رو به دست آورده. میگه سنگه سنگه، حالا وسط یه بالا پایینی هم داشته باشه ارزشش همون سنگه. یه جای دیگه هم یادمه که میگه که داره جوجه داره میاد، بلبل خون از کجا داره میاد این صدا؟ بامداد شد دیگه، بامداد شد یه لحظه اومد. آره خیلی رسا بود. آره اصلا صبح شد. بعد میگه که صحبت از اون میگه یکی منتو تراز شروع کنه از اون گفتن صبح شد. اینو من اون موقع هم گفتم خیلی هم خوشم اومده بود، گفته بود که صحبت در مورد این که مرد خوب انسان خوب چه شکلیه رو متوقف کنید، خودمون یکی از اونا باشیم. میگه والا همیشه سالهای سال فلاسفه داشتن تعریف میکردن که انسان خوب و اخلاقی و آدابدان چجوریه. میگه به جای اینکه بیا اینا رو تعریف کنی تو برای خودت یه اصول و قاعده تعریف کن، خودت اونو پیروی کن. خیلی این عملی و جالبه. اینجا میگه که شاخه‌ای که از شاخه کناریش جدا میشه و میفته همزمان از کل درخت هم جدا میشه. بعد حالا میگه انسانی که رابطه‌شو با یه انسان دیگه به واسطه حالا تنفر، هیت یا هر چیزی که هر چیز دیگه‌ای که هست از دست میده، میگه به مرور اگه این اتفاق بیفته رابطه‌شو با اون کله هم از دست میده، با اون جامعه‌ای هم که بهش تعلق داره، اون تنه درخت هم از دست میده. فقط نکته اینه که شاخه‌ای که از درخت جدا شد دیگه نمیتونه برگرده به درخت. انسان میتونه اگه خیلی این اتفاق نیفتاده باشه، ولی اگه خیلی مثلا نزاع داشته باشی، خیلی هیت داشته باشی، به مرور اصلا رابطتو با اون اجتماع هم از دست میدی و جدا میشی. البته مثاله باگ داره ولی باگش میک سنس میکنه. حالا دقیقاً تو ذهن من شاخه اگه بیفته رو زمین یه درخت مناسب دیگه باشه، خودش میتونه درخت بده، یه حالا کامیونیتی یا یه اصلا یه چیز دیگه رو تشکیل بده و آدم همین چیجا؟ نه درست هم میفهمم، گفتم در این درست میفهمم چیز دی کامیونیتی بیلدر هست. بله میدونید که بله چیز جدیده؟ نه قدیمیه، آدم کامیونیتی بیلدر داریم. مثلا تو خیال ازش شما چی؟ من کامیونیتی بیلدرم. مایی چقدر میگه؟ آره آخرش رو دیگه میگه کاری که اونا انجام بقیه انجام میدن نیستش که ما رو آزار میده،
اون مشکل مغز خودشونه. این درک ماست که ما رو آزار میده. این خیلی جالبه. مثلا یکی بیاد به شما توهین کنه بعد و بیراه بگیر اصلا ناراحتت کنه، میگه که اون کاره نیستش که تو رو آزار میده، اون داره به خودش لطمه میزنه با این رفتاری که میکنه، چون دور از شأنه مثلا دهنش رو نجس کرده. آره، این ما این برداشت خودمونه و اگه اون مشکل مغز رو داشته باشیم که با خودمون صحبت میکنیم و دهن خودمون رو بعدا سرویس میکنیم، این دیگه ما میافتیم تو لوپ، بعدا خودمون رو داغون میکنیم. دیگه مشکل مغز ماست، خودمونی که باید جلوی این داستان رو بگیریم. و میگه اگه هدف یک پارچه کانسیستنت توی زندگیتون نداشته باشی، نمیتونی زندگی یک پارچه داشته باشی، باید یه هدفی داشته باشی و اون دنبالش بری. و آخریش هم میگه که همیشه متحیرم میکنه که اینو قبلا گفتم، ما خودمون رو بیشتر از بقیه دوست داریم ولی نظر اونا برای ما مهمتر از نظر خودمون برای خودمونه. حالا این یه خلاصه بود از این کتاب حالا 178 صفحه‌ای که من خوندم. برای اولین بار از یه فیچر خیلی استثنایی آمازون کیندل استفاده کردم، این کتاب رو که من میخوندم هایلایتش میکردم. بعد من قدیم دیده بودم مثلا بری تو کتاب میتونی هایلایت ها رو اونجا ببینی، امروز دیدم یه دکمه داره روش زدم، بعد یه زد که ما اینا رو برات ایمیل میکنیم، به ایمیلی که روی آمازون کیندلته همه هایلایت ها رو زدم ایمیل کرد، یه فایل اکسل بود که ایمیل بود و یه فایل پی دی اف خوشگل تمام هایلایت های من اون تو بود. عشق کردم برای اولین بار ازش. چه جاله. آره. حالا ایمان گفتش که اینا زیاده و اصلا نمیشه، فرهادم سر همین داشت اوورول میشد، برای خود من چی زیاده؟ دونه دونه اینا رو آدم بخواد هر روز انجام بده نشدنیه. من هم این مشکل رو داشتم وقتی که میخوندمش و قطعا هیچ کسی به جز کسی که کتاب رو نوشته احتمالا نمیتونه اینا رو دونه دونه انجام بده، ولی برای خود من سه تا نکته خیلی مهم داشت که واقعا دیگه این سه تا رو آدم میتونه هر روز بهش توجه کنه، که من یعنی از وقتی خوندم من خیلی به این حواسم جمع میشد. یکی از سرگرمیام اینه که میشینم حالا تو هر محیطی که باشم فکرها و احساساتی که اون لحظه دارم بهشون نگاه میکنم، میگم چه احساسی برای اینکه چرا ازش سوال میکنم، مثلا چرا اون فکره چیه و این چقدر واقعیه، به جای که مثلا بخوام خیلی واکنشی بشم. اولینش اینه که اگه اتفاقی میفته که من میتونم کنترلش کنم، که کنترل میکنم و کار درست انجام میدم، اگه نمیتونم میپذیرم. این یکی از نکات بود. دومیش این بود همیشه کاری رو انجام بدم و حرفی رو بزنم که از نظر خودم درسته، مطابقه با اون اصوله. و سه این که فکرم رو کنترل کنم همه چیز درست میشه. این مورد آخری واقعا تاثیر شگرفی داره. این با اختلاف طولانی ترین اپیزودی بود که من نوشتم. من اومدم اینجا فکر میکردم سه صفحه است، معمولا می نویسم یه ورقه آچار پشت و روه. بعد اومدم اینجا فکر میکردم سه صفحه است، بعد که قبل زبنه با کنم دیدم چهار صفحه نوشته بودم. آره، تو فیدبک هایم که میدادی معلوم بود که درگیر بودی. آره خیلی زمان برد. حتی اپیزود های من مینیموم همه چهار صفحه است. شما که با 6 و 7 شروع میکنم. بله قربان. بله. خیلی زیبا. من میگم این اپیزود رو نصف کنیم، نصف دومش رو پولی کنیم. چون دوله سونه. از سر دوله. ممنونم از وقتی گذاشتی روز آخر سفرت و از تمام کسایی که تا اینجای اپیزود بعد از یک ساعت و خورده‌ای با ما بودن، از یک ساعت و 40 دقیقه تمام پسی بودن. دمتون گرم. ما اول اپیزود توضیح دادیم که چجوری خواهید مود در آینده. سعی میکنیم که تمام تلاشمون بر اینه که این یک پارچگی در واقع اپیزودهای خودکست از بین نره، ولی خب زندگی دیگه کاریش میشه کرد. قایم باش. من دیگه حرفی ندارم، باشه برای بعدن. شما حرفی داری؟ نه دیگه، منم که میرم و چهار ماه دیگه برمیگردم. دلم برکات. و من الله توفیق و عید الله حمد. فعلا خداحافظ. 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 زن زندگی آزاد. زن زندگی آزاد. خداحافظ.